بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر، خوشتر، سالمتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، ساعت 1:59 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن، شرق آمریکا، پایتخت آمریکا، و 11 به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا، و احتمالاً 8 به وقت اروپا. امروز با آقای لادن نیستیم، ایشون کار دارن نتونستن بیان. اصلا قرارمون این هست که این ایام تابستون اینها یک هفته در میون باشن، کارهای زیادی دارن. و با خانم دکتر بهیه جیلانی خواهیم بود، ولی همین اول داستان و اول برنامه یه نوشته رو که یکی از دوستان، ما نفهمیدیم بالاخره اسم این دوستمون رو میتونیم بگیم یا نه، ولی براتون میخونم و اون مطرح میکنم، شما نظرتون چیه. ممنونم آقای سلیمانی، همیشه لطف دارم به ما، برنامه رو با دوستان خودشون شیر میکنن. یه چیزی هم هست به نام تگ، ایشون فکر کنم تگ هم میکنه. خیلی ممنون، متشکرم. خود من خیلی وارد نیستم، ولی دوستان اگر لطف کنن ازشون تشکر میکنم و ممنون میشم. و نگید من 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر بیشتر نیستن با من، همون 100 نفر، 50 نفر، 5 نفر، یکیش میبینی توی اکانتی هست که هزاران نفر باهاش هستن. در هر صورت اگه دوست دارید برنامه رو استفاده میکنید، یا اگر مخالف عقیده ما هستید بنویسید برای دوستانتون، بنویسید ببینین چی میگه و اینها، خودتون و دوستانتون بیان اینجا با هم گفت و شنود داشته باشیم، گل بگیم، گل بشنویم. اجازه بدید من اینا رو خاموش کنم، اون چیزایی رو که لازم هست روشن کنم. از 2 یا از 3، از 3 تا 9، اینها بهشون میگن ماجور. کلمه برای ایرانی پیدا نکردم براش، آقای سلیمانی انگلیسی از من بهتره. ماجور رو توی انگلیسی میگیم، به فارسی باید چی بگیم؟ ولی اجازه بدید من این نوشته دوستمون رو همین اول برای شما بخونم. نوشته: اگر امروز برنامه دارید، ممکن است اشاره کوچکی به این که چرا یا آنکه چرا هر وقت روزها با ایران قاطی میشن، بخش های مهمی از ایران به تاراج میره، گویا آنها فقط به استثمار و چاپیدن فقط قانع نیستند، بیشتر نقدی میطلبند، بیشتر نقدی معامله میکنند. مسئله دیگر آن که هر بار که این قوم و قبیله ترکان به قدرت میرسند، این خاک ایران فروشی اتفاق میافتد. حالا که چین هم اضافه شده، لطف کنید اشاره کنید. ممنون، نگاه میکنم برنامه رو، سپاس. خب این دوستمون کاکو مسعود، ببین دوست عزیز، خب خود شما دارید میگید، میگی اینا هم خاک میبرن و چی میکنن و هم نقدینه، و حالا که دیگه چین هم آمده. من هنوز هم که هنوزه قرارداد 18 صفحه‌ای چین با ایران رو نخوندم، در نتیجه دربارش هیچ نظری ندارم. همون جوری که قرارداد آمریکا با کشورهای دیگر رو نخوندم، همون جوری که وقتی دور شاه بودیم قرارداد ایران با کشورهای دیگر ما اصلا خبردار نمی‌شدیم، نمی‌دونیم. بله، ماجور میگن نمونه. خیلی ممنون، این یکم تنبلی هم من میکنم، ولی دیگه این روزا توی گوگل هر چی بزنی میاد، و دیدم که من با فارسی هم که مینویسم، مژده دوستان، با فارسی توی گوگل وقتی مینویسم ایمیل، اگر کلمات رو اشتباه بنویسم اونجا هم خط قرمز، نقطه چین قرمز میکنه، میگه میخوای عوضش کنم. یعنی انقدر فارسیشون مجهز شده که غلط هم میگیره. البته خیلی مواظب باشید، بعضی وقتا هم کلمات رو با یه چیزایی عوض میکنه که خیلی خطرناک میشه. وقتی ارسال میکنه ممکنه حتی سرکار شما به پلیس بکشه. گفتم سالها پیش یک جوانی گفته بود من I'm on my way with box of beer، یه هم چیزی، من دارم میام با یک بطری آبجو. این آبجو رو، بیر رو کرده بود بم، و ایمیل هم چک میشه، همه چک میشه. این پسر بیچاره که رسیده بود اونجا، اینا قاچاقی آبجو میخرن، میرن با هم میخورن، خوشن اینا. پلیس و همه رو گرفتن، هیچ جرمی نتونستن بهشون ببندن جز اینکه خوردن مشروب
زیر سن. البته گویا اون را هم وکلاشون به اصطلاح با زرنگی خاصی گفتن آقا شما که نگذاشتین اینا بخورن، قبل از اینکه بخورن گرفتینشون، پس نمیتونید بگید مشروب خوردن. میتونن به عنوان خرید مشروب زیر سن و اینها، در اصل این مسائل پیش میاد، خیلی مواظب باشید. و اما این دوستمون که اینو نوشته، چون قبلا هم یه پیغامی گذاشته بودن که من هر تلفنی زنگ میزنم به اصطلاح جواب نمیگیرم، ببین دوست عزیز، تلفن تلویزیون مردم این 202-695-2573. حالا اگه اینجا باشم زنگ بخوره این گوشی چیز باز باشه، جواب میده. اگه نه میره رو پیامگیر، شما میتونید پیام بذارید، میتونید به این تکس بزنید. من فکر میکنم توی تمام این تلویزیونای ایرانی که اینقدر دفتر و دستک دارن، هنوز شما نمیتونید کسی رو پیدا کنی که اینقدر ریسپانسیب باشه. ریسپانسیبل نه، والله ریسپانسیبل هم هست، مسئول نه. ریسپانسیب یعنی جواب دادن به موقع. و من بارها گفتم این تلویزیون هایی که میگن خب اینقدر ما سرمون شلوغه، که اینا رو برای آقای سعیدی و افراد دیگه میگن که گولشون بزنن، سرمون شلوغه که نمیتونیم جواب بدیم. مردک زنک یه دونه پیام اوتوماتیک بذار، همینو تو اون پیامه بگو، برای اونایی که برای تو نمیفرسن یا میفرسن دریافت میکنن که من به دلیل اینکه نمیدونم بیش از 16000 نفر، واقعا ما بیش از 16000 نفر روی فیسبوکمون داریم، 11700 تا یا حتی 13000 تا فالوور روی مردم تیوی داریم، 5000 تام روی صفحه شخصی خودم دارم، 3-4000 تا ایمیل آدرس دارم، یه چند تا توییت دارم، 600 خورده هم چیزی نمیدونم، اصلا اینا مهم نیست. ولی چون بعضیا اعداد رو خیلی مهم میدونن، من یه صحبتی دارم با آقای سعیدی. این آقای سعیدی 4 سال پیش فکر کنم با دوستانش توی تلویزیونی که اون موقع مثلا مال آقای بهکام بود و اینا، شرط بسته بود که من میرم مثلا این سوربی رو میارم توی جبهه خودمون یا هرچی. آمد اینجا و آقا من مخالف شما هستم، میتونم حرف بزنم؟ گفتم خوشحال میشم. آمد و چند تا برنامه داشت، رفت، پیداش نشد. 4 سال گذشت، حالا اومده. اولا من همیشه سوال میکردم از خودم چرا ما میگیم سلطنت طلب، اونای دیگر رو میگیم طرفدار پادشاهی، جمهوری خواه، حزب اللهی فلان، ولی به سلطنت که میرسه میگیم سلطنت طلب. چرا دوستان؟ یه چند دقیقه وقت بدم بنویسید یا همین الان راحتتون کنه. آقا چون اینا از همه طلبکاره، اصلا انگار طلبکار دنیا اومده. آقای سعیدی برنامه که گرفته گفته من میخوام روز شنبه بذارم. گفتم آقا شنبه مردم به فکر تفریح و بیرون رفتن و کار و خرید و زندگی هستن. ما بر اساس تجربه‌ای که تو تلویزیون مردم بعد از 22 سال داریم به این نتیجه رسیدیم که جمعه حتی توی کشورهایی هم که کار میکنن، که این روزا کار نمیکنه کسی، همه خونه هستن، مردم ایرانی بیشتر تلویزیون نگاه میکنن. به همین خاطر برنامه خودم که مهمترین از نظر من، برنامه آقای لادن که مهمترینه، برنامه دوستانی مثل آقای نیساری، آقای ارشاد، مثل همین خانم جیلانی رو روز جمعه میذارن. حالا شما گوش کنید، اینا مثل ترامپ، مثل شاه، همش میگردن یکی دیگر رو متهم و محکوم کنن که تقصیر توش. نمیرن تو آینه وایسن بگه آقا سوربی به من گفت، آقا طرف 60 ساله داره توی دانشگاهی یک کتاب رو درس میده، کتابرم خودش نوشته، ولی هم کتاب رو با خودش میاره، هم وقتی ورق میزنه یکی یکی از این چسبایی که بهش میگن چی میگن؟ پستید، یعنی روش هم نوشته پستید، از اینا زده چپتر به چپتر امروز درس میده. امروز مثلا 4 تا چپتر درس میده، یکی نمیدونم درس که چیه نسبیات اون، یکی درس نمیدونم هرچی ریاضی، یکی فلان. شما و افراد دیگه هستین که یک کتاب تو جوانیتون خوندین، اون یکی قرآن خون رفته حزب اللهی شد، اون یکی نمیدونم کتاب چگوارا یا فیلم چگوارا رو دید رفت طرفدار چگوارا شد، شما نمیدونم کتاب مارکس و لنین و اینا رو خوندید رفت طرفدار اون شد، حالا هم نمیخوای حتی بری همون کتابه رو بیاری بخونی ببینی امروز برداشت از اون فرق.
میان برنامه میذارن. یه بار میگه آقا شما سوال کردی من سرکلاف کار از دستم رفت، میگم خب پس من سوال نکنم. میگه نه بدون شما که صفا نداره، یعنی حقیقتا بدون من نمیتونن برنامه اجرا کنن، ولی من از خدامه دو شاخه رو بزنم تو پریز بعد بگم آقا صحبت کن، به جای تصویر خودم هم اینو به شما نشون بدم یا تصویر اون آقا رو نشون بدم. اوکی، پس برای من کار بیشتری میبره که وقتی یه نفر میاد، حالا مهم نیست پول چی داده باشه و اینه. آقای سربی صدا خوب نیست، خشخش دارد. این آقای صبری حسنپور میگه. دوستان کسی دیگه هم هست که مشکل داشته باشه، چون آقای صبری حسنپور ممکنه دستگاه خودش خشخش میکنه و بعضی وقتا ما ایرانی ها قبل از اینکه دستگاه خودمونو چک کنیم، دبل چک کنیم، میان به طرف مقابل میگیم اینجوری. دوستانی که اینجا هستن از آقای سلیمانی گرفته، آقای زمانیان از ایران، آقای صبری حسنپور شما از هلند هستید، ایشون از ایران داره گوش میده، مشکلی هم نداره. آقای مسیح یا خانم مسیح ابراهیمی، مسیح ابراهیمی میگه بله. بله به چی؟ شما قبلش هم نوشتید سلام آقای سربی، منم به شما سلام میکنم، خیلی ممنون، اجازه بدید. بعضی وقتا اگه تو فیسبوک شما درست نمیبینید و نمیشنوید، برید توی مردم tv.com. اصلا امروز من یه خواهشی ازتون میکنم، بعد از برنامه هم برید این مردم tv.com رو روشن کنید و اونجا بذارید به اصطلاح چیز کنه، حتی اگه نگاه هم نمی کنید صداش کم کنید، بذارید پخش کنه، چون ما این ویکند میخوایم یه آماری بگیریم ببینیم این مردم tv.com تحمل چه فشاری رو داره، چند نفر، یه نفر، دو نفر، سه نفر یا هزار نفر میتونن بیان تا برای 1001. بله، میگه که صدا خوب است ولی کمی خش دارد. خشش مال پنکه است، پنکه اینجا روشنه. منم چون این مانیتورها جلوه مجبور شدم پنکه رو آوردم اینجا. یادم سالها پیش 120 دلار دادم یه پنکه گذاشتم تو سقف، این پنکه دو هفته خوب بود، هفته سوم شروع کرده بود وقتی کار میکرد میگو چلق هیچ جینجی میکرد، دیگه ولش کردیم. حالا من اینو خاموش میکنم ببینم صدا خوب میشه یا نمیشه. اوکی، چی شد؟ صدا خوبه؟ بده؟ بهتر شد؟ کمتر شد؟ اینو میارم نزدیکتر، میذارم روبرو خودم، اینو میارم اینجا. و من قبلا روی میکروفونا هم مثل اینایی که میرفتن آکشن و اینا چی داشتن؟ به اصطلاح یه دستمال داشتن، چون این میکروفون دست یه نفر بود، بعد به دادش دست یک دیگه، هر کی میمد دستمال خودش رو مینداخت روی میکروفون و اینجوری میگرفت دستش صحبت میکرد، که به اصطلاح اون ویروس و میکروبا و باکتریای قبلی به این نیاد. حالا که دیگه کرونا شده بعد از بدتر. بله خب، حالا ما این کارم کردیم، پنکرم خاموش کردیم و داریم میریم به طرف کباب شدن. The sound is fine here in Canada. ببینید دوستان، آقای امیر نعمت الله میگه توی کانادا صدا خوبه. خوشحال، ایشون همسایه من تو کانادا صدا خوبه، دوستان دیگه دورتر هست، ولی آقای چیز این آمریکاست. بله، میگن درست شد. خب پس همین صدای پنکه بود. پنکه است. اینو خاموش کنیم، باید با باد بزن خودمون رو باد بزنیم. در هر صورت از یکایی که شما ممنون و متشکرم. برگردیم دوباره این که سلطنت طلب ها چرا طلبکار هستن. یه آقایی هست، من این به خاطر که دخترش مریضه و عقب افتاده هست و اینا خیلی سر به سرش نمیذارم. آقای عزیزانم چند سال پیش رفت باهاش مصاحبه کرد و اینا، گفت آقا این آدم بدبختیه، اصلا آدم ذلیلیه، یه پولی از دولت داره میگیره، یه پولی هم بابت دخترش میگیره، یه پولی هم بابت پرستاری از دخترش میگیره، یعنی خلاصه مفتکی داره اینجا زندگی میکنه. از بیکاری هم همجور تو تلویزیون ها دور میزنه. ببین خش هنوز هست ولی زیاد نیست. خب بذار من این دستماله رو بندازم روی این دوتا ببینیم چی میشه. حالا چی میشه، بهتر شد یا نه؟ در هر صورت بذارید، چیز دیگه ای نداریم. ما حتی هنوز اسکایپ هم روشن نداریم که با بگیم مثلا اسپیکرمون و میکروفونمون اونا رو اون ورداشته. اینجا هم که این نشون میده که بله، این وایت میکروفون برای اینه، سیاه میکروفون برای اونه و چیز دیگه ای در کار نیست. حالا دیگه بسازید و بسوزید. آقای سعیدی اون روز توی برنامه گفت گرچه این تلویزیون مردم هم برد چندانی نداره. دوستان سالها پیش بهتون گفتم این آقای بود، آقای
دکتر ملا یادم هم رفته اسمش چی بود، ماهی 22500 دلار میداده به تلویزیون رنگارنگ. بعد یه دفعه من زنگ زد گفت آقا این دروغ گفته به من، این گفته ما 40 میلیون بیننده داریم. میگم آقا اون دروغ گفت به شما، شما عقل نداری کشوری که اون موقع 60 میلیون 70 میلیون جمعیت داشت، یه استیشنی آقا در ونکوور نه خش داره صدا هم خیلی خوبه، بفرم اینم آقا مسعود از ونکوور، ما نمیدونیم چی کار کنیم. در صورت دیگه وقتی دو نفر گفتن خوبه، ما با اون دو نفر بیشتر به اصطلاح استناد میکنیم به اون دو نفر. خلاصه ملازاده، بله دکتر نمیدونم چی چیه ملازاده، ما 22500 دلار میداده به یه تلویزیونی، اونم گفته 40 میلیون بیننده داریم، اینم نشسته و برنامه گذاشته که الان 40 میلیون میریزن تو خیابون و همه از شیعه‌گری میرن کنار میشن سنی و بعدم حکومت سنی ها میاد اونجا. این و من خیلی چیز نیستم، من یادمه چندین سال پیش همین سعید فکر کنم نوشت که این آقای لری کینگ که این همه بیننده داشت همیشه میگه هفتا بیننده ای ما، حالا چرا عدد هفت رو انتخاب کرده کاری نداریم، و ما هم عادت کردیم از اون روز به خودمون گفتیم آقا ما هفتا بیننده داریم. بله دکتر ملازاده خیلی ممنون. آقای سلیمانی از خنده افتاده رو زمین اصلا. Some problem is from his computer not you. آخ گفتی این دوستان یه کامپیوترهای کهنه‌ای دارن مال عهد شاوز بزک، بعد مانیتور چیزشون صدا میده، بعد نمیان یه چیز فنی بخرن بذارن اون زیر، فن هستی بذار شما روی ایبی میتونید بخرین 10 دلار میذارید زیر لپتاپتون این فنه باد میزنه، بعد جارو برقی کنید اونجایی که فن هست جارو برقی کنید خاکاشو بکشید، چون این خاکار کشته اونجا راه نفس کشتنشو بسته گرم میشه شروع میکنه وزور کردن و زور زور کردن. ما درس چی هم میده؟ سم گفته sound is good don't touch anything. پس تا حالا سه تا آقای نعمت الله میگه که it was fine before you turn the fan off. خیلی ممنون. آقای مسعود خان عزیزم نوشته خوبه، سم هم میگه خوبه، آقای سلیمانی هم گفت که خوبه. و اما این کتابخونه جدید ماست، بالاخره این همه پول ما گرفتیم از آخوندا، فکر کردیم یک کتابخونه درست کنیم، همون جوری که رئیس جمهورهای آمریکا بعد از اینکه ریاست جمهورشون تموم میشه میان یک کتابخونه درست میکنن تا اون لگسی اون کارهای خوبی که انجام دادن اونجا بذارن، مثلا بگن این کار کردیم اون کار کردیم و ما می کتابخونه رو درست کردیم. و حالا من دارم فکر میکنم که حالا چه ماه نوامبر ترامپ به اصطلاح تموم بشه و به فکر ساختن کتابخونه بیفته جایی که هیچ وقت عمرش نرفته، چه 4 سال دیگه باشه بعد به فکر بیفته. یه عکسی رو دوستان فرستادن، حتما سم بوده، اینو برای من بفرسته تا من نشون بدم تا شما ببینید کتابخونه ای رو که احتمالاً ترامپ میخواد برامون درست کن. ببخشید این شربت سکنجبی سرکه دوستان، آب لیمو، آب نمک، اینا واقعا زندگی بخش هستن، استفاده کنید ازش، خودتونو عادت بدید. من یه دوستی دارم آقای رهایی، یه روز به من گفت که ایشونم اهل شیراز هستن، گفت که روزی یه لیمو شما هر جوری شده حالا بزش تو آب یا همین جوری، اینها تو ایران خیلی وقتا لیمو نمک هم میزدیم روش میخورد بخور و هیچ وقت مریض نمیشه. ببخشید من قبل از برنامه چند تا خورما خوردم به اشتباه، این شیرینی خورما گلوم رو اینجوری کرد. خب برگردیم به آقای سعیدی. آقای سعیدی وقتی اینو گفت من تو برنامه هم حتی بهش نگفتم آقا شما انتظار داری میای تو تلویزیون مردم چند نفر بیننده باشن، چند نفر نشسته باشن منتظر شما. آقا طرف نشون میدم نوشته ها رو، این آقای سعیدی، اولا بذارید ما فیسبوک بهتون نشون بدیم، اگه کسی دنبال عدد و شماره و اینا هست این چیزیه که فیسبوک نشون میده، همین فیسبوکی که شما میگه آقا 5 نفر بودن، خب این فیسبوک اینم داره دیگه. بفرمایید اینجا رو نگاه کنید، کامرای 2 ببینید دوستان، اینجا نوشته 309,800
15 بعدم نوشته نمیدونم اینقدر درصد رفته بالا از این مال می تا جون هفتم بوده، مال این ماه رو نداره. خب آقای سعیدی عزیز من، اگر شما نمیتونی بیننده و شنونده رو که آمده نگهداری، تلفن یه هفته میگی نذار، آقا خودم یادش دادم بره تلفن گوگل وایس بگیره مجانی، رفته گرفته، چه شماره قشنگی هم بهش دادن، نمیدونم چی 60 60 که به تلفن بیزینس ها همچین چیزی نمیدن. یه هفته میگه نذار، یه هفته میگه بذار. ایمیل ایرانیان تیوی 243، آقا یادش میره ملت، منی که شماره میشناسم، حالا ما مینویسی میزی، آقا ساده کنید زندگی رو. اسمشونو سعیدی نوشته سعیدی، فیسبوکشون رو هفته پیش نشون دادیم، میگه این هفته نشون نده. خب مردم میگن آخه به این راه خوبت، به این راه نزدیکت، به این پول زیاده، ما به چه دل خوشی بیان. بعدم حالا نگاه کنید، ایشون یه برنامه گذاشته، یادش هم نیست چی میخواد بگه کیا اینها. خب اینقدر نفر اومدن نگاه کردن، بذارید من بیارم اینجا به شما اینو بذارم، پلیر 3، اینم پلیر 3 تا من کمی دربارش صحبت کنم. نوشته آقا 10 نفر یا 10 تا کامنت از همین آدم ها بوده، 3 نفر شیر کردن، 174 نفر نگاه کردن. خب این حالا تا چند روز پیش بود. شما انتظار، آقای پیروز محبی از ایرانیان با وطن خواهش کرده که بیان جلوی سفارت چین، بعد نوشته بود که نمیدونم از این چند هزار نفر 50 و چند نفر آمدن. شما انتظار داشتید چند نفر بیان، چند نفر بیان پای صحبت شما که خودت میگی من 42 سال پیش اشتباه کردم، حالا بشینن گوش بدن، بعد امروز شما چی گفتی که اونها عمل نکردن، چی خواستی ازشون که عمل نکردن؟ بعد برای من پیغام گذاشته شماها متوجه نیستید این برنامه هاتون رو ببرید برای نوهتون بذارید، نوه هاتون شاید بفهمن. یعنی کسی که خودش 42 سال پیش نمیفهمیده و امروز اذعان داره که نمیفهمه، به من و شما امروز توهین میکنه، میگه شماها لیاقت برنامه منو نداری، شما نمیفهمید این برنامه برای 2 نسل آینده است. خب بچه ها نسل بعدی من هم، بچه های من 2 نسل بعدی هستن. حالا نگاه کن آقای اکبری یا آقای مبصری، اینها آمدن اینجا نوشتن، آقای اکبری نوشته این، ببخشید یه آقای انصاری، آقای اکبری که نوشت و ما خوندیم، ایشون هم از همون جوابایی که شما نمیدونم چیزای کپک زده گفتید و فلان اینا، آقای سعیدی هم به من هم به آقای اکبری گفت و بی احترامی کرد و رفت. ابنم حالا آقای انصاری، رضا انصاری نوشته ای این بابا از درون معده خیش نظر پردازی میکند و از مارکس و علوم سیاسی و علوم مارکسیستی بی اطلاع است. تا دقیقه 15 تونستم به سخنان و نظرات غیر علمی او گوش دهم. یعنی دیگه تحمل طرف تاقش، میگفتن تحملش تاق شده، یه چیز اینجوری میگفتن. خب آقای مبصری اومده گفته که جناب سعیدی معتقدند که کلیه جریانات سیاسی ایران، گوش کنید این خیلی جالب گفته ها، کلیه جریانات سیاسی ایران را بیگانگان مهندسی کردند و تا آنجا پیش می روند که حتی مجاهدین زمان انقلاب را اگر اونها می چسبونه. خب اگر چنین است چرا از آمریکا نمی پرسند که حال ما باید چه کار کنیم؟ چه جوابی داری برای این آقای سعیدی؟ آقای اکبری برایش نوشته در دنیا بازگشت دوباره پادشاهی سابقه نداشته. یه ویدیویی من گذاشتم روی فیسبوک، برید ببینید، میگه چرا سلطنت حکومت ایران نخواهد شد. برید اینا رو ببینید، نگاه کنید. بعد شما این روزا میبینی برای که 5 نفر رو طرف جلب خودش کنه، یکی لخت شده، یکی نمیدونم یه خانم خوشگلی آورده گذاشته بغل دستش، اون این کارو میکنه، اون کارو میکنه. شما آمدید به همون نرخ 4 سال پیش، ما گفتیم آقا ما 22 سال همین نرخو داریم از 2016 تا حالا، اینه قبلش هم که مجانی بوده. آخه همین انتظارات زیادتون، توقع زیادتون بود که
پدر مملکت رو درآوردید، پدر خودتون رو درآوردید و هنوز هم ولکن نیستید. برگردید این بهمن بیگ احمق نوشته آقای سربی شما دست از پشتیبانی، آقا من ریدم به آخوند، ریدم به شاه که اینا رو آورد و ریدم به تو و ریدم به حکومت آینده ایران. مردا که دیوانه ازگل عوضی، تو که در آتلانتا نشستی، اگر این سربی که تو ویژینیا نشسته اینقدر قوی هست که جلوی کارای شما رو گرفته، خب چرا نیومدی به سربی بگی آقا ما حاضریم اینقدر بهت بدیم، بیا شما جز به تیم ما. اگه فکر میکنی سربی مزدوره پس با پول میتونی بخریش. خب نه پول میدین، فقط فوش میدین و فلان. دوست دارید مردم بیان بگن آخ چهار تا فوش دیگه هم به من بده ازگل؟ خب اونم فوشت میده. به کو آواز خوشده تا خوش آید. اون که سنگ، اون که جسم و جون و روح نداره، فوشش میدی فوشت میده. کو وقت تو علی دیدمش اینجا اومده بود برای مجاهدین، تو که یه روز سوار اتوبوس مجانی مجاهدین هستی، یه روز میری با اون دکتر نمیدونم چی اینا دیگه اسمشون هم یاد رفت، یادم رفته چون اینا همه دم پا به گور و دم مرگن. یه روز با اون آقای نمیدونم لشگری هستی فلان اینا، فقط دنبال جاهای مجانی هستی، تو چه حرفی داری برای مردم، چه چیزی برای گفتن داری؟ برو آقا بچسب به زندگیت، پولی که میگیری از دولت برای مراقبت دخترت برو اولا اون وظیفه رو درست انجام بده. این دخترت تو اینجوری کار نمیکنی. اگه از یه غریبه مراقبت میکردی چه میکردی؟ این اون سلطنت طلب آقای سعیدی، سلطنت طلب سعیدی مارکسیست نمیدونم کمونیست لنینیست هر چی که خودش میگه ماتریالیست، سلطنت طلبه. خب این خنده‌دار نیست؟ و ما میگفتیم شاه احمقه که به اینا گفته مارکسیست اسلامی. اصلا نمیدونم بار. خب ما دیگه کم کم داریم کباب میشیم. ساعت 2:26 است. بریم یه چیزایی نشون بدیم که آدم کیف میکنه، حال میکنه. چه چیزی؟ وقت. اینم برنامه آقای سعیدی هر روز تا امروز صبح از تلویزیون مردم پخش میشده. میخوام از ایشون سوال کنم، تو یه روز رفتی مردم تیوی دات کام رو نگاه کنی، به من تماس بگیری بگی آقا کیفیتش خوبه، برای 4 تا از دوستام فرستادم؟ آدم نباید از حق بگذره یا دروغ بگه. یه روز تماس گرفته پیغام گذاشته برای من، انگار که من اینجا تک سپورتم، سوربی جان احتیاج به کمکت دارم، از روزی که شما برای من فرستادی بیام برنامه تو ببینم، دوستان من از فیسبوک رفتن. میگم آقا من برای شما چیزی نفرستادم، ما میایم توی بذارید بهتون نشون بده. دوستان این اگر شما چیزی میگیرید از طرف من اینجوریه، بذارید بهتون نشون بدم. والا خوبیش بگی که ما همه چیمون چی میگن روباز، مثل وقتا میگفتن طرف پوکر روباز بازی میکنه. این کمرای 2 نه، کمرای 3 اینه، نگاه کنید. حالا ببینیم تصویر در تصویر میشه چه میشود و اینها، اون بمانه. اوکی. نگاه کنید این تصویر در تصویر اب نداره، چون من از خودش دارم فیلم میگیرم، مثل آینه موازی بی نهایت هزار تا چیه. ولی نگاه کنید بالای این، من ماوس رو میارم بالای این، یه چیزی هست میگه invite all، من اینو کلیک میکنم. این اگه کسایی رو گذاشته باشه که ما رو به اصطلاح فالو میکنن، اون وقت میبینید نوشته wait a moment، میگه صبر کن یه لحظه، ما داریم دوستات رو میاریم. بعد برای دوستای ما یه ایمیل میزنه یا هر جوری که فیسبوک یه مسیج میفرسته که آقای ایکس، خانم ایگرگ فلانی برنامه دارن. شما رو اون که کلیک میکنید، شما رو از صفحه اصلی فیسبوک میبره یه صفحه دیگه. این رفته اونجا دیده دوستاش نیستن، ترسیده. آقا تو که تو اتاقت وقتی دوستات همراهت نیستن اینقدر میترسی، چجوری میخوای با آخوند در بیفتی؟ بعدم تازه میگیم میخوایم بریم گوش رضا پهلوی رو بگیریم ببریمش حکومت کنیم. اصلا شما ببینید مرغ پخته به اینا میخنده. کجای دنیا شما دیدید یه ملتی بره دنبال یه احمق تنبلی گوشش رو بگیره بگی بیا بشین اینجا رئیس ما باش؟ بعد من میپرسم آقا گور پدر رضا پهلوی، ولی من از شما میپرسم، شمایی که تو واشنگتن زندگی میکنی، همین احمق بیگی که تو آتلانتا زندگی میکنه، حاضری همین زندگیت حالا هر قدم فقیرانه باشه،
چون میدونید دوستان ایرانی به جایی که میرسه باید پوز بدن، همه پوز میدن که اصلا از تمام پادشاه های دنیا ثروتمندترن، زندگیشون بهتر از همه است، اونایی که کار میکنن احمقن، فقط اینا هستن که چیز هستن باهوشن اینها. ولی اگر بهشون گفتی آقا 50 دلار به یه ایرانی اینجا مریض کمک کن، میگه آقا من که ندارم، دارم میمیرم از گشنگی، الان اومدم مهمونی خوب شد و الا داشتم از گشنگی میمردم. یعنی اینا اینجوریه. ولی من میگم حالا بر اساس حرف خودتون تصور میکنین که زندگی شما خیلی ساده، همون مدل دانشجویی، به قول بعضی از دوستان میگفت ما هنوز چریکی زندگی میکنیم، یه کپسول گاز پیکنیکی آورد گذاشت و استیک درست کرد و گفت ما هنوز چریکی زندگی میکنیم. شما حاضر این زندگی تو ول کنی بری بشی رئیس جمهور ایران؟ آقا هر کی حاضر بیاد اسم بنویسه مثل آقای هوشنگ امیراحمدی، کلی هم پول خرج کنه تا اونا هم بگن برو باطل شد. تازه اگر اونا قبولت کنن بری، شما تو ایران میتونی زندگی کنی؟ خب میتونی برو اونجا دیگه، چرا نشستی اینجا؟ این بهمن بیگ احمد با دوستان خودت بلنشین برید اونجا دیگه. اگه خمینی نیامده بود ایران، میتونست از فرانسه حکومت عوض کنه، میتونست از فرانسه حکومت کنه. این هم از این. یه جا خوندم که دوستان اینایی که میگن فلان موقع فلان ساعت بیاین یه جا نرین، اینا میخوان شناساییتون کنن. خب ای کاش اینو برای آقای محبی میفرستادم. آقای محبی اینجا بنده خدا خیلی هم زحمت میکشه، خب سنش هم بالان و ولی آدم کاریه، با وجود این سن و اینا هر روز کار میکنه، این ور زحمت میکشه و اینها. خب اون اینو می‌نویسه فکر کنم توی وبسایت، توی فیسبوک آقای نیساری دیدم که اینایی که میگن فلان ساعت فلان موقع بیان فلان مکان نرین چون میخوان شناساییتون کنن. حالا اینو کی میگه؟ آقای نیساری میگه، خودشون بعدا به مردم میگن بیان. البته یکی از ایرادایی که من میگیرم از اون دوستان، میگم آقا این ویگ یعنی گسترده و بیدر و پیکر دعوت کردن فراخوان، همه شما فردا بیاین سر کوچه‌تون. یکی بود این تیمسار احمقی هست که برادرش هم تو رادیو تلویزیون بود، روحانی، که میگن روح مساوی روانه، در نتیجه روحانی هم میشه روانی. یه تیمسار روحانی برید بزنید فیلمی که قش میکنه، یکی لینکش بفرسته اینجا. پیرمردی رفته از توی سورپلاس یه چی خریده، از این جمپسوت بهش میگن، لباسکار ارتشی خریده، میاد میزنه هر چی هم استیکر گیرش اومده زده روش و اینها، میاد وای میسته دوتا نخ مویی هم که داره رنگ میکنه، بعد حرف میزنه قش کرد جلو دوربین به خاطر این گرما. گرمه واقعا، بذاره من این پنکر روش هم. یکم ببرمش عقبتر که صدا نه. اوکی. یه از این بری بره. خب آقا افتاده قش کرد، خانمش میاد میگه عزیزم تیمسار روحانی چی شد؟ میگه هیچی، کلام از سرم افتاد. ای بر پدر آدم دروغگو لعنت، که تویی که به خانمت، به همسرت، به شریک زندگی دروغ میگی، من باید احمق باشم که تا از تو انتظار راستگویی داشته باشم. خب بگذاریم، قرار شد یه عکس خوب بهتون نشون بدم، یه عکسی که ما نداریم همچین کسایی رو. اگه همچین کسایی رو داشتیم، اون وقت آقای سعیدی و دیگران میفهمیدن که اگه میخوان برای مردم کاری بکنن باید این کار رو انجام بدن. حالا چی نوشته این عکس دوستان؟ نوشته که ببینید مرده رو اولا نگه میدارن، باز نگاه کنید به کلاهش، به کت شلوار تمیزش، به کفش تمیز و براقش توجه کنید، بعد یه گاریه، به اون گاری هم نگاه کنید، ببینید یه ماله هم دستشه، نوشته نمیدونم حاج قنبر شیر خانلو زنده است یا نه، اگه زنده باشه الان 92 سال دارد، 5 سال قبل یعنی موقعی که 87 سالش بوده در خیابان رجایی منطقه 18 دیدمش در جنوب شهر، یک گاری دستی داشت با سیمان و ابزار بنایی میگشت و هر جا سالمندان و معلولان نیاز به پل داشتند برایشان رایگان پل می ساخت، تا آن موقع 50 پل برای مردم ساخته بود. حالا یکی به این بهمن بیگ قرمساق
بگید در این 50 سال گذشته زندگی ننگینت، چه اون موقع که دزدی میکردی و میخوردی و میبردی از رژیم شاه، چه بعد 42 سال که 41 سال پیش انقلاب شده، تو برای مردم ایران چه کار کردی؟ بله خیلی ممنون. این قش کردن سرلشکر روحانی رو ببینید، این سرلشکر مملکت ما بوده. اون روز یه چند تا آمار برای من فرستاده پتی که من واقعا تعجب میکنم که چجوری این مغزش کار میکنه، حتی اگر رفته باشه دنبالش باید مغزت کار کنه بری دنبالش، که چند تا سرلشکر داشتیم، چند تا سرتیپ داشتیم، چند تا چیا بود، حالا بالاتر از سرهنگ تازه میشد سرتیپ و سرلشکر و 4 تا تیمسار بود، ارتش بود و سپه بود، بله که دیگه بالاترینش دیگه خدا بود بود، خایهش خدا سایه ببخشید سایه خدا بود. اوکی این چه ارتشی بود؟ ارتشی که 70%ش وظیفه بود، وظیفه که صبح دلش نمیخواست بره خدمت. خودتون سربازی بجیر و مواجه، یا اگه لیسانس هم بودین ماهی 2000 تومن بهتون پول میدادن، یا گروبان بودیم ماهی 1000 تومن بهت پول میدادن، کسی دلش میخواست بره؟ همه منتظر بودن. خب این چی بود که این همه ارتش بود و سپه بود و نمیدونم تیمسار و گوساله و فلان اینا داشت و چه کردن اونها؟ 4 تاشون این بدبخت ها هم مونده بودن، فکر میکردن قسم به پادشاهی خوردن، اونجا وایسادن گفت ما قسم خوردیم وای میسیم، اونا هم تق 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 زدن و آقای نوری زدن وایساد اونجا فیلم گرفت و گزارش گرفت. اون موقع با آخونده بود، حالا میاد میره تو دفتر فرای پهلوی منتظر در حکومت بعدی. بذارید من این فیلم رو بهتون نشون بدم، شما ببینید که این آقای تیمسار نمیدونم روحانی روانی این میخواد بره ایران آزاد کن. نگاه کنید بذارید فعلا تبلیغ این تبلیغش تموم بشه و بله این که میاد اخبار رسانه‌های برون مرزی پایگاه اطلاعات رسانی نوشته بود چی؟ عقاب همیشه ماندنی یه چیزی هم نوشته بود. این شیر همیشه غائب کیه؟ آقای مسعود رجبی گفته بود شیر همیشه بیدار بیا وافورتو بردار، یا شیر همیشه بیدار بیا نمیدونم مریمو بردار، که میگن مریم رجبی هم کرونا گرفته مرده، ولی با دوستان که صحبت کردیم گفتن نه این بله کاکو همه پلها را که رضا قلدر حاج محمد رضا ساخته بودن، رضا پهلوی فقط بلد آفتاب بالانس بزنه، واقعا شرم‌آوره. دوستان نگاه کنید این یکی از افراد اپوزیسیون بود، حالا دلیلش هم بهتون میگم. این آقا این تیمسار میمسارا چون توی ایران راه فساد یاد گرفته بودن یه حسنی داشت، حالا 4 تاشون بدبخت بودن، میمدن میشدن رانند تاکسی و اینها، بعدم زنه طلاقشون میداد خودکشی میکردن معتاد میشدن بمانن، ولی خیلی هاشون زبل بودن، از قمارخونه درست کنن تا بیان توی خرید فروش ها و اینها. این آقا اومده بود تو کار بیمه، تو کار بیمه هم گویا موفق بود پول ساخته و حالا پولای اضافیشو دیگه، حالا بچه ها مدرسه‌شون رفتن، نوه ها کودکستان این رفتن، این آقا بیکار شده با خانمش تو خونه، برای که دعوا نکنن اومده برنامه تلویزیونی گذاشته. ببینید این برنامه رو از خونه، اون موقعی که همه میرفتن استودیو، این از خونه لابد گرمش بوده بره سر کار. نگاه کنید ببینید چی میشه، گوش کنیم با هم ببینیم. صدا شده بین که من تونستم نوتم رو تنظیم کنم، مرتبش بکنم، به عرضتون رسوندم. این یه خود کل کل گویی ها از اطراف صحبت کردن ها، این اونی نیستش که باید واقعا ما رو از وظیفه‌ای که داریم باز نداریم. همه دیگه که میبینیم اوقاف محکم سر جاش ایستاده و حتما شما دوستان عزیزان از اوقاف پیروی خواهید کرد، راه دیگری نداریم. چون اگه بخواهیم بیراهه بریم راه عوض کنیم، به نتیجه که ما داشتیم نخواهیم رسید. همیزی که میدونی باید معذرت بخوام از این که یه خود برنامه امروزمون کج و راست میشه و این برنامه
به دلیل اینکه جاده ها بست. ببخشید دوستان، این احمق دیدید اومد خورد به پرچم، میگه ببخشید که برنامه کجراست میشه، یعنی حتی متوجه نیست که خودش داره کجراست میشه. حالا گوش کنید، از منزل داره اجرا میشه و به دلیل اجرای از منزل الان من مکتبی رو گرفتم که ادامهش به وسیله از منزل داره غیر ممکن میشه. البته از شهرتی عزیز خواهش میکنم، چون از اینجا ممکن نیست برای من ادامه بدم، تو بالای برنامه رو با سرودها و بقیه مطالب ادارش بکنم تا تای قصدی. نگاه کنید، این متوجه شده که داره حالش بد میشه، میگه من همین الان به هم خبر دادن که دیگه دنباله این برنامه از خونه ممکن نیست، از آقای سولتی میخوام. حالا اون آقای سولتی هم اینو فرستاده هوا، رفته چلو کباب بخوره، رفته توالت، رفته چای بخوره، این همینجوری وای میسه. این سلیمانی خیلی قشنگ نوشته عقاب پراش ریختند، تلفن من مجبور قطع بشه. این شما، این جناب شهرتی عزیز، نمیتونه وایسه، تکیه میداره به پشتش، تکیه زده به دیوار. حالا منتظر نمیدونم شهرتیه سولتیه کیه، چون اینا همه دندون مصنوعی دارن، سینا رو شین میگن، شینا رو سین میگن. مثل ترامپ دیدید، یونایتد استیت و گو یونایتد شت، بیا همینجور وای میسه. چقدر اینا فیلم گرفتن از قبلش، هیچ که به دادش نمیرسه. بله، یه بار دیگه نگاه کنید، همینجوری وای میسه در این. حالا نمیدونم صدای خانمش هم بعد میاد که تیم سار جون چطور شدی. همینجوری که بدبخ افتاده اون پایین. شادی آره باشه عزیزم، چی شدی؟ ببینید به زنش دروغ میگه، میگه روحانی چی شده، میگه هیچی کلام افتاد. ای خاک بر سر تو، خاک بر سر اون. این بابک چیز بود اونجا، قدیمی ها مجبور بودن برای اینجا، بابک هروی، یکی از اونایی بود که با این در تماس بود. بهش گفتم آقا خب این بچه‌ای پسری دختری نداره، بگی بابا این بنده خدا یه وقت میفته میمیره. حالا مثلا این خانمه لابد این تلپی افتاده پایین، گوشی رو قطع کرده اومده، ولی آیدش با یکی صحبت میکرد، با یه آشی میپخ، مربای میپخ که نمیمد که. بله ممکنه این اتفاق برای منم بیفته، همین که من الان گرمم شده، گرمای اینجا 90 و چند درجه بیرونه، هیومیت هست، شرجی هست، برای هر کسی اتفاق میفته. امروز دیدم یه آقای جوونی بنده خدا سهیل گوهری، دوستاش براش هی پیغام میفرستادن که امیدواریم حالت خوب بشه و اینها، بعد دیدیم فوت شده، بعدم سر خاک، البته دیدیم سر خاک هم چند نفر رفتن. بابا نرین، اگه کسی از فامیلتون میمیره، حتی خود خانواده هم سعی کنید براشون توضیح بدید، نرین، دعوت نکنید. الان یه نفر میگفت پسر 21 سالش رفته با دوستاش بیرون، هرچی هم مادره بهش گفته ماسک بزنه، گفته میزنم، رفتن اونجا نشستن و وایستادن و حرف و مشروب و اینها، بعد که اومده پدرش، داداش کوچیکترش، احتمالا مادرش هم گرفته، ولی مقاومت بدنها کم و زیاد داره، پدرش مرد، پدره مثل که 40 و چند سالشه. حالا رفتن چیز میکنن. اینم برام از تیمسار اینجا چی کار میکنه؟ من دیر رسیدم، بعدا برو نگاه کن بخند. دارم به این مردم میگم که آقا نگاه کنید، این کمپوزیسیون ما اینه، دروغگو، حتی به زنش دروغگو، به مردم میگه امروز خیلی چیز شد، ما نتونستیم بریم، همین الان من متوجه شدم که لابد مثل دفعات قبل متوجه شده که این حالت وقتی بهش دست میده بعدش قش کردنه. خب میدونید باید یه سری از این قرصای
زیر زبونی کوچولو چی بهش میگفتن؟ نیترات چی نمیدونم، یه چیزی اینجوریه، گلیسرین، چیزی که مثل که برای مواد منفجره و اینا استفاده میکنن، اینو میذاری زیر زبونه، ضربان قلب تو اینقدر زیاد میکنه یا هرچی برات میگردونه، و بهت هم میگن بشین، حتی ایستاده نباش، رانندگی نکن، بزن کنار. آقا اینا یه چیزای ساده رو بلد نیستن. اونا به مردم میگفت چی میگفت؟ میگفت شب فلان ساعت بیاین بیرون، یا صبح روز فلان ساعت بیاین بیرون، یه نگاهی به همسایه‌تون بکنین، بگید بله برین داخل. یعنی من اگه اومدم نگاه کردم این همسایه مثلا اومده ببینی بیرون هوا چه خبره، من فکر کنم که اینم با من همباوره، آقای روحانی رو دیده. حالا برنامه چیه آقا؟ پلنت چیه؟ میخوای چه کار کنی؟ نمیدونم. برای همین دوستمون که پیغام گذاشته بود که آقا روسیه به نظر میرسه اینجوری، خب عزیز من روسیه به فکر منافع خودشه. شما یه نقشه‌ای بکش که پایگاه‌های آمریکا رو نشون بده. این روسیه که اینجاست میگه منی که اینجا هستم چرا این همه پایگاه‌های آمریکایی اینجاست؟ پس منم باید تا اونجایی که میتونم برم نفوذ کنم. حالا سوریه این وره، ایران این وره، فلانه. میدونید مشکل ما روسیه تنها نیست، آمریکا هم هست. الان خود مردم آمریکا میگن آقا ما وضع بیمه‌مون که خرابه، وضع نمیدونم انتخاباتمون که خرابه، اگه خراب نبود که یک نادانی مثل این نمیرفت توی کاخ سفید. اون وقت شما میخوای بری دنیا رو درست کنی؟ دنیا پیشکشه. یه دفعه یادم برای یه نفر نوشتم که آری به اتفاق میتوان جهان گرفت، گو آقا جهان پیشکشه، شما فعلا کوچه و خونه خودتونه بگیر و نگه دار. راست میگه آقا، بعضی وقتا این شعرها، این ضرب المثلا ما رو بیچاره کرده. خب عکس اون آقا رو بهتون نشون دادم. اجازه بدید من تشکر کنم از ربکا، یا ربکا چجوری بگم، چون ایشون هر وقت میگه میگه اچ نداره، ربکا خمره باف. حتما شما هم از خودتون میپرسین مگه خمره رو هم میبافن؟ اتفاقا هم روی خمره هم روی قرابه، قرابه شما میدونید چیه؟ یه شیشه هایی بود اینجوری خیلی بزرگ، و من نمیدونم چرا اینو صاف درست نمیکردم، یه حسیرهایی میبافتن، اینا رو شما آب اگه بهش میزدی خنک میشد. رو خمره هم بعض وقتا حتی گونی مینداختن، آب میزدن که خنک بمونه. و اینها ایشون این فامیل و اینها رو به اصطلاح خودش درست کرده برای خودش، مصلحتی اینها، و بالاخره به من ثابت شد که بله ایشون بوده که این کتاب رو لطف کرده فرستاده. ضمناً همون جوری که بهتون گفتم دوستان، اگه کسی در آمریکا مایله که معمولاً کادو و گیفت و اینا رو میگن نباید ری گیفت کنید، ولی خب دیگه ما ایرانی ها استثناء بلدیم، اگه کسی این کتاب رو مایل هست داشته باشه در قبال 50 دلار 60 دلار حمایت از تلویزیون مردم، حمایت کنید با پیپال، خیلی ساده آدرستون هم بفرستید. این کتاب به انگلیسیه، من تو برنامه هم گفتم برای من خوندن انگلیسی خیلی مشکله. بعد شما وقتی یه چیزی مشکل باشه هی داری زور میزنی تو کلمات میمونی، معنی کلش هم از بین میره. من بیشتر سعی میکنم آدیو بوک استفاده کنم یا کتاب‌های گویا. در صورت از ایشون ممنونم، ایشون برای من پیغام گذاشتن درباره جناب و عالی جناب و اینها، گفتن اگه کسی به نفر میگه جناب، چون ایشون تو پیام‌های قبلیشون گفتن جناب لادن، بعد میگن نباید بگیم جناب، چون جناب یعنی پاشنه در. اتفاقا به نظر من هیچ اشکالی نداره، من خودم به مردم میگم نگید استاد فلان اینا، ولی هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون تا شما نگفته بودی جناب یعنی پاشنه در، من همیشه جناب رو جناب سرهنگ، جناب سروان، جناب فلانی بفرماید اینجا، اینو به عنوان احترام میدونستم. و من و شمایی که دو کلمه، شما خیلی انگلیسیت خوبه چون از همون قدیم با آمریکایی‌ها و خارجی‌ها کار می‌کردی تو بوشه، ولی منی که دو کلمه انگلیسی بلدم، اینجا دیدیم مثلا میگه چرمن، چر صندلی، ولی وقتی میگه چرمن یعنی رئیس اونجا، چر وومن یعنی مسئول اونجا. پس نباید کلماتو تک تک معنی کنیم. اون وقتا بود میگفت که خرچنگ، شما نمیتونی خرشو بذاری اینجا، حالا بعضیا این کارو میکنن، اسمشون تو فیسبوک
اسمش زهرا هست، زهرشو میذاره اینجا، راشو میذاره اونجا، میگو خرچنگ با هم خرچنگه، ولی اگه دو قسمتش کردی یه خری اینجا پیدا میشه و یه چنگی که نمیدونی با خره چه کار کنی، با این چنگم نوازیدن بلد نیستی. آقای سیاوش محمدی مثل همیشه کمک کرده و میگه سلام، نیتروگلیسرین برای کاهش فشار خون استفاده میشه. پس اینایی که فشار خونشون زیاده بعضی وقتا از اون قرصا استفاده میکنن. به خود منم یه سری دادن، گفت هیچ علامتی ما نمیبینیم، ولی شما چون پدرت جوان بوده نسبتاً 67 سالش بوده فوت شده و عارضه قلبی، گفتم والله بابای ما عارضه قلبی نداشت، وقتی خبر کشته شدن بچه‌ش شنید یه بار سکته کرده، وقتی رفته پست خونه وسایلشو بگیره یه بار سکته کرده، بعدم یه بارم اینجا سکته کرد، گفتن این دیگه چون سنش بالاست. اون موقع مثلا سال 90-92 میگفتن چون سنش بالاست و خیلی لاغر بود میگن به اصطلاح قابل جراحی نیست، چاق باشه میگن قابل جراحی نیست، لاغر باشه میگن قابل جراحی نیست. بعدم فوت شده رفت و خوشا آنان که با عزت بگیتی بساط خیش برچیدند و رفتن. اونایی که داداش سعید هفته پیش فوت شد، اینایی که تا سر پا هستن میرن خوبه، اینایی که میافتن 10 سال تو رخت خواب و نمیدونم حتی فامیلم از دستشون عاجز میشه، این زندگی نیست، نه اون از زندگی چیزی میفهمه نه اطرافیانش. من که بزرگترین آرزوم اینه که مثل پدرم از دنیا برم. بابای من هندوناش هم رفته خریده آورده خونه، رفته دوش گرفته نشسته. مادر من هندونه رو که قاش کرده صدای زده، ایشون فوت شده بوده رو مبل صندلی رفتم که رفته. خب همون ارتش شاهنشاهی در فرماندهی و ستادم اکثرا از همین نمونه تیمسارا بودن. آقا من میدونم، بنده تو دو تا لشکر دو تا تیپ خدمت کردم، تیپ خرم آباد لشکر 81 که کرمانشاه، بعد لشکر 92 زرهی اهواز، بعدم تیپ 55 هوابر که بهش میگن ایربور و اسپیشل فورس. یعنی بدترین خدمت تو بدترین زمان داشتم، کسی که تو شهر خودش مأمور حکومت نظام باشه میشیم چوب دو سرطلا. اینا یادمه، طرف میومد ما از صبحگاه که میمدیم باید میرفتیم توی مثلا اهواز تو اون هوای گرم وای میستادیم، ماشینا رو تمیز کن و نمیدونم توپ و تانک و فلان اینا رو تمیز کن. آقای سرهنگ یادم نیست مال ارت مال چیز کی بود، فرمانده گردان ما یا برهان ما هرچی، میمد میرفت اونجا همش رو تلفن با دوستاش تماس میگرفت و داشت چیز میکرد معاملات و اینها. بعد یه پسر مثل شاخ شمشادم این گماشته، این ببخشید اگه کسی گوه مشته بود اون سرهنگه گوه مشته بود، ولی این پسر کامران اسمش بود، کامران عربی فارسی هم درست بلد نبود حرف بزن، بله تو فارسی بهش میگفتن اسب، اسم مرکب خرچه فکندشتی اسب مرکب، اسم مرکب بله کاکو. سلطنت طلب کارش همین است، دستمال به دست تو خالی آخرین نفس و به تحلیل بردن نیروی جوانها. بعضی از سایت های ایرانی به ایشون میگن تیمسار خلبان روحانی، ایشون خلبان نبوده، مسئول باشگاه افسران بوده. سعید جان اگر تو نیرو هوایی بوده بازور خلبان بوده تا اونجا بعدن بشه مسئولی، ولی خیلی از اینا همین که اون مدرک رو میگرفتن یه علامت پرواز میگرفتن دیگه پروازی انجام نمیدادن. ولی من نمیدونم دقیقا چی کار میکنه، ولی اون باشگاه افسران اینا میدونم که این روحانی یه دلغه که به تمام معنا هم بوده. چی بود؟ یکی از دوستان ما میگفت این تو زندان باهاش بوده و میگفت اونجا چون این داداشش میدونی تقی روحانی گوینده رادیو تلویزیون بود، صدای خوبی هم داشت، همون بیچاره هم هست که بعد از انقلاب گرفتنشو از یه کلانتری میخواستن ببرن زندان، گویا بردودنش تو بیابون زبونش رو بریده بودن اینا و چند سال پیش فوت شد. این نون داداشش رو میخورده. حالا خیلی ها همه وقتی برادرشون تیمسارن اون نون تیمساره رو میخوره، این تیمساره چون یه دلغه که بی ارزهی بوده این نون داداشش میخورده تغییر روحانی که گوینده رادیو تلویزیون بوده. دوستان عزیز ساعت 2:53 است، بذارید ببینم توی پاریس چه زمانیه. تایم این پاریس میگه که الان 8:53 است، ما 9:30 21:30 با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم.
تا ببینیم با این به اصطلاح جریانات اخیر از اون اعدام سه تا جوان گرفته تا قرارداد چین و ایران تا این آتش سوزی هایی که چپ و راست اتفاق افتاد تا خرابکاری و اینها، ضمناً راجع به نه به اعدام، این رو وبسایت دوستان و در اندیشکده به اصطلاح درست کردن و فرستادن، من تشکر میکنم. من هم روی فیسبوک گذاشتم، اینجا هم به شما نشون میدم که نوشته آقای خامنه ای، هیئت دولت، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، خبرگان و مصلحت نظام، سران سپاه و پلیس و ارتش، برای حفظ جان خودتان و عزیزانتان در فردای ایران نه به اعدام، نوشتن اعدام را امروز لغو کنید. اندیشکده دات نت را حتما تماشا کنید، ببینید حالا این نظر دوستان اینجاست. شما حالا این آخوند رو ببینید تو ایران. من اول که این عکس رو دیدم چقدر خوشحال شدم، گفتم یه آخوندی هم بالاخره غیرتش به اصطلاح یا اون انسانیتش بروز کرده. فکر میکردم این نوشته اعدام نکنید، میدونید این خط فاصله این وسطی رو، بعد که تو تلفن گرفته بودم، بعد که آوردم تو کامپیوتر نگاه کردم دیدم این احمق تابلو گرفته دستش. حالا خودش که خشتک نداره، اینا میدونید که این عبا و عماوری که میندازن اون زیر خشتک مشتکی نیست، هشتگ زده اعدام کنید. یکی به این بیناموس بگه آخه تو چند سالته، تو چه حقی داری که به اصطلاح سه تا جوونی رو که اونام احتمالاً همسن سال خودت هستن بگی اونها رو اعدام کنن. اینم از این ماجرا. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم یکی یکی. بله این جناب میشه پاشنه در، اینجا نوشتم خب چهر و صندلی هم اینجا این میشه. خیلی شما خودتون رو مثل سلطنت طلبا اسیر درود ورود و فرتور و عکس و این چیزا نکنید، سعی کنید راحت صحبت کنید. اون روز بهتون نشون دادم این خانمه با شور و هیجان آمده میخواد بگه متأثر شدم، میگه من از این خبر خیلی تسلیت پیدا کردم. آقا خانم یک کس تسلیت پیدا میکنه؟ مثلا سوربی این سکنجبینو میخوره تسلی خاطرش هست، باباش بلیط برنده میشه خاطرش آسوده و راحت میشه. یکی که میمیره عزیزی از دست میده میرن بهش تسلیت عرض میکنن، یعنی امیدواریم شما آروم بشی، نه که شما خبر چین. بعد دلم میخواست یکی از اینا بپرسه شما خوندید اینو؟ آقا من هنوز که اینجا نشستم توی بینندگان شنوندگان کسی نگفته من اینو خوندم، حاضرم درباره‌اش صحبت کنم. همین دوستمونم آقا مسعود از کانادا نگفت که من خوندم یا نه، من نوشتم بذار براتون اصلا بیارم بخونم اون چیزی که برای ایشون نوشتم وقتی که گفته بود پیامگیر و اینها. بله ببینید نوشتم دوست گرامی آقا مسعود، ممنون از تماس شما، من فقط یک پیام از شما دریافت کردم، قبلا هم یک پیام دیگر بود که چیزی نگفته بودید. من به بعضی از دوستان این شماره تلفن رو میدم، بذارید براتون بگم. وقتی بیرون هستم دارم جی پی اس استفاده میکنم برای رفتن اینور اونور، اون موقع کسی زنگ بزنه من فقط اون اگنور یا این بغل رو میزنم که دیگه صداش نشنوم، اگه طرف وایساد میره رو پیامگیر، اگه وای نساد قطع میشه. ولی من نمیدونم این شماره تلفن 202 تو اینجاست توی گوگل وایسر راحته، چرا اینو زنگ نمیزنید؟ زنگ بزنید، پیام بزنید، سوربی شماره من اینه به من زنگ بزن، به من نگید شماره منو داری، شماره شما رو منم سه تا دارم، یکیش نمیدونم منزلتونه، یکیش نمیدونم کارتونه، نمیخوام مزاحم بشم، بگید به این شماره به من زنگ بزن، من اولین فرصتی که شماره رو بگیرم بهتون زنگ میزنم. آقای بهرامی لطف کردن اون برنامه روستا استون رو آلمانیش و انگلیسیش رو گرفتن، دیروز پیغام گذاشتن که آقا ما چک تام فرستادیم، خیلی ممنون. این چک به عنوان حمایت، اونم به عنوان یک گیفتی که ما به شما دادیم و رفت. همین که آوردیم نشون دادیم، اولا یکم من باورم شد که این بالاخره یه قدرتی هست توی تلویزیون رو نشون دادن. ما اون وسایل رو نشون دادیم، دوستمون خرید، این روستا استون رو نشون دادیم، دوستان خریدن و فکر کنم عکس کتابا رو هم بگیرم، کتابایی که پتیک زحمت کشیده فرستاده. برگردیم به پتیک.
پتیک دو تا چی برای من فرستاده، یکی راجع به تیمسارا و اینا تعدادشون پیداش کنم براتون میخونم، یکیش راجع به هفت تا گویا من نمیدونستم تا حالا. میدونستی شما ایران چند تا رئیس جمهور داشته؟ بنی صدر، رجایی، رفسنجانی، خامنه‌ای یا خامنه‌ای رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی، روحانی، به ترتیب حالا اگه نگفتم ببخش. خب میگه که آقای سربی عزیز، تمام شاه اللهیا که میگوین اعدام نکنید، سال روز اعدام گلسرخی را جشن میگیرن. اون بدبخت گلسرخیه، یه جوونی که کم میدونست، میدونید اون فامیل این گرجی بود، کی بود گوینده چیز، گوینده رادیو تلویزیون، یا باجناقش بود یا یه چیزی بود. بالاخره این بدبختات میدونید بعضی وقتا قد میشدن. آقا از آخوند یاد بگی که میگه ریش رو میکنه تو کون خر، فردا میره ریش رو با گلاب میشوره، البته یه شب با اون بوی کون خر میمونه. من اگه یکی منو بگیره اولا میگم کشته اولی رو هم نزن، شما چی میخوای بدونی، من هر چی میخوام میدونم، بعدم دست من چی بزنی به دست من، راست سنج چی میگن، دروغ سنج، دروغگو، که ببینید دروغ نمیگن. آقا من اینجوریم، شما نمیتونید به همه بگید تحمل شما رو داشته باش، تازه وقتی که شما خودت تحمل خودت رو امتحان نکردی که ببینی با یک کشیده صحبت میکنی، یا اگه سیخ داغم تو پاد بکنن، کابلم به پاد بزنن، باز لو نمیدی. اینجوری بود دیگه. حالا اونام رفتن، اینام هستن، و کلن من خودم یکی از اونایی بودم که به کپیتال پانیشمنت یا اعدام و دار زدن و اینها اعتقاد داشتم، تا اینکه آقای ناصر طهماسبی، دکتر طهماسبی، من با ایشون خیلی صحبت نکردم، تو برنامه هم نبوده، ولی وقتی میومد تلویزیون چند دقیقه میشستیم صحبت میکردیم، آدم از مصاحبتش لذت میبره. بعضی ها رو دیدی میگی خدایا یکی زنگ بزنه من پشم بگم ببخشید در برم، ولی بعضی ها رو اگه کسی هم زنگ میزنه اونو قطع میکنی. دکتر ناصر طهماسبی یکی از اونها بود، الان هم نمیدونم زنده است یا نه، چون حال خیلی بدی داشت. حتی چند مدت پیش تو بانک یه خانمی هست فامیلاشون بود، گفت اصلا دیگه هوش و گوش نداره. این آقای ناصر طهماسبی به من گفت سربی جان، من تو یکی از برنامه ها شنیدم که شما گفتی بله این پانیشمنت، کپیتال پانیشمنت یا اعدام و اینها بعضی وقتا لازمه. لازم نیست، چون ما به هیچ کس جان نداریم. دکتره، میدونیم، میدونه ارزش جون و زندگی چیه. میگه ما به هیچ کس جان ندادیم که بتونیم جان رو ازش بگیریم، ما بهش حق شهروندی دادیم، اونو میتونیم ازش بگیریم. و دیدم خیلی قشنگ میگه، درست میگه. گفت حالا دیگه اگه شما مسئول اینو بندازی زندان تا آخر عمر ازش مراقبت کنی، شما میدونی زندانی ها تا چند سال پیش سالی 60,000 دلار خرج هر یه نفرش بود، احتمالاً الان بیشتر شده مثلا در این ایام کرونا. کسی میتونه سرچ کنه به من بگه که هر یک زندانی برای ما آمریکایی‌ها سالی چقدر هزینه داره؟ ولی با کمال میل من و شما این پول رو میدیم که این قاتل، این دزد، اینها تو زندان باشن. ضمن این که بعضیا بیگناه تو زندانن، بعضیایی که باید زندان باشن مثل ترامپ و دار دستش آزادن. اینم جای تأسف برای زندگی. میگه خسرو گلسرخی شوهر خواهر مرحوم ایرج گرگین بود. من گفتم گرجی یا ایرج گرگین، خیلی صداش خوب بود، پسرش هم فکر کنم تو کار رادیو تلویزیون باشه. بله، چشاش هم یکم چپ بمانه. میدونستم یه رابطه دارن، نمیدونستم با جناق و همریش هستن یا همین به اصطلاح داماد و شوهر خواهر و اینها. ولی گرگین یه دفعه صحبت کرد، گفت این آدم خوبی بود، اصلا اهل این چیزام نبود، این باید یه غلط کردم نامه مینوشت میرفت آزاد میشد، ولی وایساد اونجا به نمیدونم کمال امام حسین. من یه دوستی داشتیم، آقای مهدی مشکلگشا، اگه کسی دوستی داره به نام مهدی مشکلگشا، همسن سال منم باید باشه، با کلاس نهم با هم بودیم، و این اون موقع میگفت به فضل علی میخوام برم کمونیست بشم، ما میخندیدیم ازش، میگفتیم تا اونجایی که ما بدونیم کمونیست یعنی باید دین و مینی نداشته، شما تو به فضل علی میخوای بری کمونیست بشی. اینم از این. خب باز سعید لطف کرد و اینو فرستاد، ببینیم که چی میگه این ماجرا. بله اوکی، سکیوریتی 35,000 خورده. آها این بریک داونش کرده.
$81,203 دوستان. How much cost؟ بیا نگاه کنید دیگه این چیزها این روزا سر انگشته، هر کسی میزنه پیدا میکنه، میتونه سوالاتشو اینجوری جوابش پیدا کنه. من تا چند سال پیش میدونستم $60,000 و $60,000 اون موقع حقوق یه جوانی بود که لیسانس گرفته بود، نمرش هم خوب بود، از دانشگاه ریکرودش کرده بودن برای جاب، وقتی میرفت اولین حقوق $60,000 بود، یعنی ماهی $5,000. حالا این ماهی $5,000 که میدادن چون مجرد بود، چون نمیدونم چی بود، نقره داغش میکردن، ممکن بود $3,200-$3,300 بهش بدن. ولی یه زندانی $81,203 در سال خرجشه، که اگر یه کسی نصف اینا رو میداد به هر کدوم از اینا، اینا نمیرفتن اصلا دزدی کنن، نمیرفتن آدم کشی کنن. اگه سالی $30,000، این همون چیزی بود که اون آقای ینگ بود، کی بود میگفت Make America Think Again، یه هم چیزی مت مرده مال ژاپنه. اون آقا میگه آقا به هر کسی که تو آمریکاست ماهی $1,000 بدیم، سوربی میخواد بره بیشتر کار کنه خوش به حالش، ما نمیگیم چون کار کردی این $1,000 رو ازش کم میکنی، بره کار کنه که نشون. الان این مشکل برای اینا که بیکار بودن و حقوق بیکاری میگرفتن، الان بهشون زنگ میزنن میگن بیا سر کار، میگن آقا من برای چی بیام سر کار، هفته $600 دارم میگیرم، هفته اینقدرم از بیکاری دارم میگیرم، حقوقش از موقعی که کار میکرده برو بیا بنزین بسوزون اعصابش خورد کن لباس بپوش. میدونی بعضی جاها شما رو مجبور میکنن فلان کوتو باید بپوشی، فلان شلوارو بپوشی، فلان کفشو بپوشی. اینا من یادمه یه چند مدت پیش برای یه شرکت کار میکردم، یه روز که رفتم طرف گفت که چرا یونیفرم نپوشیدی؟ گفتم شما دادی به من یونیفرم که من بپوشم؟ گفت نه باید خودت بخری. گفتم پول ندارم هنوز، هر وقت پولدار شدم اضافی میرم یونیفرم میخرم. بعدم دیگه بهشون گفتم براتون کار نمیکنم. میگه که آقای سوربی حق چیزی است که کسی آن را به ما نداده است و کسی نمیتواند آن را از ما بگیرد. این یه بحث بزرگیه که آیا حق داشتنی است یا حق گرفتنی است. وارد اون نمیشم آقای انصاری، بعدا اگه خواستی وقت با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون. گل سرخی فدای دوستانش شد که او را شیر میکردن، با شما 1000% موافقم. این تو همون برور و جوونی موندن و اینها، اینو خانم جیلانی نوشته بود. دوستان چند دقیقه دیگه، حدود 23-24 دقیقه دیگه با خانم جیلانی از فرانسه خواهیم بود تا درباره جریانات اخیر و فردا چه اتفاقی در ایران میفته. میدونیم که الان به خاطر همین قرارداد چین و ایران، یک کشوری مثل هند که پولای ایران گرفته بود و کار نمیکرد، فوری ترس به لرزه به تنش افتاد، برگشته گفته آقا میایم کار میکنیم. ترسید که بگن آقا نمیخواد بیای، باقی پولا رو میدیم به چینی ها. و متاسفم که بگم آقای کامران اعتبار درست میگم، رامین اعتبار، بله رامین، بذارید پیداش کنم. این برای من نوشته بود که بله آقای رامین اعتبار که هم همشهری من هست، هم خیابونی شیرازمون هست و اینها، و ایشون متاسفانه شاه اللهی هست، اینم وبسایتش بهتون نشون میدم. این آقا یه مدتی دنبال کون اون ایمان فروتن بود، فکر کنم خیلی هم بهش کمک میکرد از لحاظ مالی و اینها. اینا که میان کمک میکنن، فکر میکنن دارن سرمایه گذاری میکنن در فردا، که اگه اونها مثلا کاری شدن اینها به یک مقامی برسن. بعد دید نه آقا این اصلا ایمان فروتن همون بهتره که برگرده و این بره دیسکو و نمیدونم موزیک و اینها. نوشته بود که این چینی ها رو باید کشت، ماهیگیرهای چینی رو در ایران بزنید بکشید. بهش میگم آقا تو مطمئنی که دکتر هستی؟ دکترها اون سوگندی که میخورن به فارسی بهش چی میگن؟ هیپوکریت اینجا بهش میگن، به اسم یه سوگند افلاطونه، سوگند کیه نمیدونم. اون سوگندی که میخورن، شما میدونید الان یکی از مسائل بزرگی که تو ایران به اصطلاح اون مسئله قصاص و اینها رو نتونستن از دکترها استفاده کنن تا بیاد دست یه نفر ببره، تا بیاد چش یه نفر کور کنه و اینا، برای که دکتر گفت آقا من قسم خوردم
برای من جنایتکار و آدم معمولی فرقی نمی کنه، ولی وقتی مریض بیماره من شفاش میدم، من کمکش میکنم درمان پیدا کنه، جراحیش میکنم. من نمیام دست سالمه یه نفر قطع کنم که بعد دادنش دست عراوزل اوباش، نمیدونم توی میدونا میاد با اره دست قطع میکنه، اون یکی میاد اسید میپاشه. اینا بماند، بحث ها خیلی زیاده، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. ولی آقای رامین اعتبار بعد برام مینویسه که بله من دکترم، دکتر چگوارا هم یک دکتر بود. گفتم آقا او هم یه بچه پولدار لوس نونوری که آمد با یه دکتر دیگه، میدونی که فیدل کاسترو هم دکتر بود یا دکتر لا بود به اصطلاح توی وکالت و اینا، وکیل بود. بعد اینا افتادن خودشون هم از یه خانواده مرفه و پولدار و اینا. بعد چی شد؟ حالا فیدل کاسترو تازه شانس آورد تا سن فلان زنده موند و نکشتنش و اینا. چگوارا که رومیز ژاندارمری عکسش هست دیگه، برید ببینید، یه کسی لینک عکسش رو بذاره اینجا، عکسش بدبخت جوان اونجا هی هم سیگار میکشید فلان. میگم آقا تو که میگی چگوارا، آیا شما ماشاءالله این رامینم توپله بس خود منه، شما تحمل یه تو گوشی داری؟ تحمل یه روز پوتین پوشیدن داری؟ تحمل یک تیر داری؟ نکنید، به خودتون دروغ نگید، به دیگران دروغ نگید. بعد خلاصه مش دیگه کلکل کردیم، گفتیم بریم دنبال کارش. حالا بیا مثلا تو وبسایت ایشون نگاه کنید، مکالمه شگفت انگیز پادشاه ایران و رئیس جمهور آمریکا لیندن جانسون در سال 1965. یه نفر دیگه عکس این ماشینای بنز جی وگن گذاشته بود، مثل SUV ولی 100,000 دلاره و خیلی هم راف رایده. حقیقتش میگفت که اینو شاهنشاه آریامهر دیزاین کرده. گفتم یعنی این احمقا نمیدونن آخه مرسدس بنز؟ بله ممکنه یه وقت یه هنرپیشه ای آقای نمیدونم پول نیومن یه چیزی رو دیزاین کنه فلان، نه ولی شاه مملکت ما که نمیدونست تو اتاق بغلیش چند نفر سوار فره هستن، این میدونست چند نفر باید سوار جیپ بشن، چه جیپی درست کنه. خب حالا کرده که کرده، پول بهش دادن یا مجانی؟ اگه مجانی رفته برای مرسدس کار کرده خیلی خر بوده، اگه پول گرفته خیلی باز احمق بوده که اینجا داری حقوق میگیری که پادشاهی کنی، احمق تو میری پول میگیری اونجا که طراحی کنی. نکنید، نگید آقای سعیدی، آقای بهمن بیگ احمق و نادان، شما همین کارا رو میکنید که اگه اون موقع رضا پهلوی میمد تو کالیفرنیا 10,000 نفر میمدن توی سالونی، الان با قرار قبلی و اینا یه دفعه اینقدر گفتن 200 نفر نیومدن، 200 نفر جمع نشد تو کالیفرنیا برای رضا پهلوی. برای چی؟ برای همینه. حالا بله من نمیام برنامه میذارم، ممکنه یه نفر، شما دیدین تا حالا من یه روز برنامه رو روشن کنم بگم صبر میکنیم تا دوستان بیان؟ تلویزیون‌های ایرانی رو نگاه کن، از شهرام همایون گرفته تا آقای رضا زرابی، میگن خب حالا صبر می‌کنیم دوستان بیان. آقا چرا صبر کنی؟ تا این قرار بوده ساعت 2 برنامه شروع بشه، شروع کن، احترام بذار به اینایی که اینجا هستن. اونایی که دیر اومدن مثل آقای اکبر اکبری الان نگاه میکنه، باقیشو بعداً نگاه میکنه. دوستان اجازه بدین که تسلیت بگم به رضا زرابی. رضا زرابی میدونید من از لحاظ عقیدتی باهاش مخالفم، ولی از لحاظ انسانیت انسان خوبیه. وقتی هم رفتم آلمان بهش زنگ زدم، اومد و همدیگر رو دیدیم و بعد بهش گفتم هر وقت آمریکا اومدی دوست دارم ببینم، اگه دوباره آلمان برگشتم من مایلم ببینم تو. با هم یکی دوتا برنامه داشتیم. این بنده خدا چند سال پیش داداشش خودش رو در یه پارکی به اصطلاح حلق‌آویز کرد. چند روز پیش داداش کوچیکترش با تفنگ با هفته خودش رو چیز کرد و یه برنامه خیلی خوبی رضا زرابی درست کرده که آدم عصبانیت رو توش حس میکنه، عصبانیتی که حق داره عصبانی باشه. میگه آقا داداش من مرده، شما 72 ساعته هی به ما زنگ میزنی، هی میگی قاله چجوری خودشو کش، با چه نوع تفنگی؟ تفنگ رو تو دهنش گذاشته بود یا رو شقیقه‌اش گذاشته بود؟ شنیدم بعضی اگه بزنن رو شقیقه‌شون فلج میشن، شنیدم اگر بزنن اینجا. یا اون داداشه که خودش آویزون کرده بود به درخت، زیری اون درخت چی بود؟ اصلا دیگه کم مونده بود زاری کنه، گریه کنه. من براش نوشتم آقای زرابی من تسلیت گفتم قبلا، بهت هم زنگ نزدم، تماسم نگرفتم، چون میدونم الان شرایط شما چیه. آقا من وقتی دوستان میرن بیمارستان نمیرم بیمارستان، صبر میکنم.
یا زندش از بیمارستان بیاد بره خونه، اونجا یه دو روز که موند بعدم میرم ملاقاتش، یا صبر میکنم اگه مرد میریم قبرستان. چرا بابا؟ بیمارستان برای جای بیمار بره اونجا شفاخانه، این دوستان افغانی میگن شفا پیدا کنه. من شما میریم اونجا یه گل خریدیم، حالا برای که ارزان‌تر هم باشه از بیمارستان نخریدیم، از یه خیابون چیز خریدیم، گلدون نداره، تا میریم اونجا آقا گلدون نداری؟ برو از این پرستارا بگی. وقت شما فکر کن نشستی حالا چارت پرستارا و اینا دستته، پرستارا چارت دستش نگاه میکنه، آقای نمیدونم حسن علی دوست سربی فشارخونش این سربی میاد با این هیکل قناسش میگه خانم یه گلدون داری من اینو بذارم توش؟ اونم میگه برو بذار سر قبر بابات. میدونه حالا خیلی از شما بعدن همین نیستی سربی، به خدا ما از اول برنامه میخندیم تا آخر، ولی خنده تلخ شما از گریه غم‌انگیزتر است. برید این برنامه رضا زرابی رو نگاه کنید، بهش تسلیت میگم، به مادرش تسلیت میگم. من حتی به اصطلاح این قدرت رو نداشتم که برای مادرش بنویسم به ایشون تسلیت میگم، چون از دست دادن دو تا جوان اونم تو کشور غریب کار آسونی نیست و تحملش هم خیلی مشکله، ولی من به هر دوی این عزیزان پیشنهاد میکنم. میدونید ماها هممون میشیم دکتر و روانشناس و اینها، خانواده هایی که معمولا اینجوری هست اونایی هم که زنده میمونن خیلی تحت فشار هستن، باید با روانشناسی با کسی صحبت کنن. به همین خاطر من برای ایشون نوشتم که اگه یه وقت احتیاج داشتی صحبت کنی، من روانشناس نیستم ولی اقلا به عنوان این هایده میگفت شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم، اگه خواستی گریه کنی ما که میتونیم مثل یه درخت وایسیم شانمونو شونمونو به شما قرض بدی، نه شونه سری. در صورت آقای زرابی من به شما تسلیم میگم. خب ببینیم که کتابخونه ترامپ حاضر شد یا نه. بهتون گفتم هر رئیس جمهوری بعد از اینکه به اصطلاح دوره ریاست جمهوریش تموم میشه میره پول از ورور میگیره، فکر کنم یه بودجه دولتی هم هست، و میرن برای خودشون یک کتابخونه میسازن. اینم نوشته Plans are already being made، یعنی تصمیمات گرفته شده، طرح و نقشه ها کشیده شده، و for the Trump presidential library، برای برای کتابخانه رئیس جمهور ترامپ اینم حاضره. دوستان امروز صبح دختر جورج بوش توی برنامه‌های تلویزیونی وقتی آمد گفت که من دیگه حالا از توی خونه برنامه اجرا نمی‌کنم و میخوام برگردم استودیو، ولی یه لیست بالا بلند نوشتم، گفت من اینو از مادر خودم که یک کتاب چی میگن یک کارمند کتاب خونه هست یاد گرفتم. نمیاد به باباش پرزیدنت بودنش به اصطلاح استناد کنه، یعنی اینا واقعا میفهمه که آقا بابای تو قلابی پرزیدنت شد، ولی این بچه های ترامپ واقعا احمقه. سر همین لوبیا و اینا ببینید این دو سه روز گذشته اینا چه افتضاحی کردن. دختره اومده با یه لباس سفید اینجوری گویا، من اولش خوندم گفتن گویا رو چیز کرده، گفتم ترامپ به گویا چه کار داره، گویا وبسایت خبری ایرانی ها، بعد دیدم این گویا هست GOYA و نخود و لوبیا و اینا میفروشه. این خانمه هست که برای جب بوش کار میکرده، اومد گفت خانم ترامپ شما اینقدر بیشعوری، شما کارمند دولتی، اجازه نداری چیزها رو تبلیغ کنی، بعد اگه میخوای تبلیغ کنی تبلیغ این لوبیا تبلیغ اونایی رو بکن که رفتن توی مزرعه این لوبیا رو چیدن، اونی که پختتش، اونی که کار کرده تا بیاد توی این قطعی. از اون گذشته کسی که میخواد تبلیغ لوبیا کنه لباس سفید ابریشمی نمیپوشه، پدرشو در آوردن. خود مرد که قرنصال هم اومده نشسته اینجوری دستش اینجوری میکنه، یه مش لوبیا گذاشته جلوش، نوشتودن اصلا شما میتونید تصور کنید یه رئیس جمهور خودش رو به این درجه از پست فطرتی برسونه، اینقدر نزول کنه بیاد پایین. اینم از این ماجرا. سوربی جان کاکو، اگرچه من زرابی را یک دست مال به دست پالانی میشمارم، اما تسلیت گفتن را به خانواده ایشان به ویژه مادرشان نشانی از انسانیت میشمارم. ببینید آقای نیساری، من گفتم چی؟ گفتم من خیلی مخالف
زهرابی هستم. اگه اشتباه نکنم رضا زهرابی اصلا از تلویزیون کانال یک برنامه‌اش رو قطع کرده، اومده رفته یک کانال دو راه انداخته، به خاطر اینی که کانال یک گفتن آقا این رضا تنبل هیچ کاری نمی‌کنه، منظورشون رضا پهلوی بود. ولی این آقا ارادت داره دیگه. شما اینا مثل حزب الله هستن، اینا بت پرست شدن. نمیتونی شما، میگم یه روزی با رضا زهرابی داشتم صحبت میکردم، گفتم که آقا شما میگی که خانم فرح پهلوی من یه عطر رو برای شما فرستادم، بیا خودتو بذار جای فرح پهلوی، فرح پهلوی باید به تو اعتماد کنه که این عطر رو فرستادی و بزنه به صورتش. پس اگه اسید باشه چی کار کنه؟ اگه شما برنامه ریخته باشی خودتو به عنوان دوست به این معرفی کنی بعد یه همچی کاری کنه چی کار کنه؟ گفت راست میگی. گفتم خب پس اینو میده به یکی دیگه. اگه خانم فرح پهلوی شک کنه که این اسیدی چیزی ممکنه باشه، ولی با همه حال بدتش به مستخدمش، بدتش به یه نفر کارمندش، اون چه کار کرده؟ اون آدم بدذاتیه، درسته گوها. گفتم تصور کنیم که خانم فرح پهلوی خوشذاته که نیست و شما هم روی خوشنیتی براش عطر فرستادی، این عطر کجا میره؟ گفت سطل زباله. گفتم براش یه کارت بفرست، بگو من میخواستم برای شما عطر بفرستم، چون مطمئن بودم شما استفاده نمی کنید، پولش رو میفرستم برای بچه های ایران. در رابطه با بچه های ایران من اون روز صحبت کردم، گفتم وقتی که اون فیلم رو مال 3-4 سال پیش راجب خرمشهر و نخوردن چلو کباب و اینها دیدیم، دوستانی حاضر شدن که یه مبلغی کمک کنن، اگه کسی در ایران آشنایی داره 100 تا 70 تا چلو کباب چی بدن. و پتیک این کارو کرده، چکش هم آلردی اینجا فرستاده، از روز که بهش گفتم تو نامه کوچیک نفرست پاره میشه، چکا رو توی به اصطلاح نامه بزرگ میذاره، دورش هم کاغذ میپیچه که نامه های کمی سنگین تر باشه، توی دستگاه اتوماتیکی بهتر میره. خیلی ممنون پتیک جان، چکت رسید و چشم، من حتما این کار رو میکنم. و ما یه جایی تماس گرفتیم که از معلولین نگهداری میکنن در شیراز و اونا گفتن که ما نمیتونیم چلو کباب از بیرون بخریم بیاریم، به دو دلیل. یکی آشپزخونه ما یه بودجه داره و یه نفر اونجا کار میکنه، اون مسئوله به ما خوراک بده، یک. دو، من ما چلو کباب آوردیم دادیم به یه نفر مسموم بود یا اینجوری شد یا اصلا تو برنامه غذایی چلو کباب، گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن میوه به اینا بدیم خیلی خوبه. بعدن که صحبت کردیم و حالا قرار شده پولم بفرستیم، گفتن که با اون آشپزخونه صحبت کردیم، گفتن که چلو کباب موادشو بیارید بدید، میوه بیارید، ما سه وعده به اینا میدین. اینجا مثلا میگن 3 course 4 course 5 course، یعنی پیش غذا، خوراک، بعد از خوراک، اینجوری اینها. و قرار شده که به اینا یه پیش غذا، تو ایران چی میگفتیم؟ اردو یا مزه، هرچی مزه میگه، مزه اصلا مزه ترکا بهش میگه. خب اینم از این. در صورت ممنونم آقای پتیک. و پتیک راجع به رئیس جمهور هم نوشته بود، خیلی قشنگ نوشته بود، رئیس جمهور اولی نمیدونم چند ماه 15 ماه مسکه بنی سعد، رئیس جمهور دومی رو که منفجرش کردن آقای رجایی، همینجوری به ترتیب نوشته بود رئیس سومی اینجور و اونجور و اینا. و دوستان یه نفر برای ما پول فرستاده، خیلی ممنون. بله ممنونم، متشکرم. اون کسی که 60 یورو فرستاده ممنونم. آقا این راجع به پول فرستادن، من میبینم واقعا طرف هنرمنده که میتونه از مردم پول بگیره. میاد میشینه برنامه رو که شروع میکنه، اولا هی اسما رو میخونه، حالا اون یکی دیگه اسما رو مینویسه، این زیر میره نمیدونم فلانی از فلانی، نه اونم یه تریک دیگه که هی به مردم یادآوری میکنه آقا این ما پول ندادی، خجالت بکش، چرا چای میخوری، بیا پول منو بده. تریک دیگه اینا اینه که صندوق واس کردیم، بذارید این صندوقم ببندیم، برگ 37 میشم فلانی خرید. آقا این صندوق رو میخوای چیکار کنی؟ خب اگه پول نداریم نرو رو این رادیو تلویزیون هایی که دیگه کی میگیره، ماهواره و ستلایت و اینا کی استفاده میکنه؟ تمام رادیو تلویزیون ها که اومده روی چیز، یه وبسایت برای من فرستاده بود پارسا تیوی، من برای طرف نوشتم، من این کار رو سال 2003 شروع کردم. برید شهادتش همین کوین نامرد کاوه برید بپرسید. وقتی 2006 ما رسیدیم به جایی که یکم از این اینا نشون، گفتم آقا چیه خبرها رو بذاریم، اینا رو بذاریم، که بعد اون گفت من میتونم مردم ریپورت رو باز کنم. گفتیم باشه برو باز کن. گفت نه شما برام بگی. گرفتیم براش. از 2009 اون شروع شد، ولی قبلش ما تمام
رادیو تلویزیون های مردم رو گذاشته بودیم اونجا، یعنی اصلا چشم تنگی و کوتاه نظری و اینا نداشتیم. در صورت همه رادیو تلویزیون ها رفته رو اینترنت و فلان و تلویزیون های اسمارت، چی دیگه الان 30,000 دلار بده بشین آقای ملازاده بیاد میخواد برات صحبت کنه، حالا بشین آقای فروتن میخواد صحبت کنه، بشین آقای رامین اعتبار میخواد برات فلان کنه. اونم چی؟ دستور ساخت کوکتل مولوتوف، اون دفعه اشتباه نکنم حالا اسمش نمیگم، یکی از این دکترا دستور ساخت کوکتل مولوتوف میداد، یکی بگه آخه احمق هر کسی از تو بهتر میدونه چجوری اینا رو درست کنه، حالا تو تازه سر پیری رسیدی به اینا ذوق زده شدی. دوستان عزیز ساعت 3:24 دقیقه است، چند دقیقه دیگه میریم با شما پاریس، پاریسی که نخست وزیرش تازه عوض شد، مشکلات زیادی داشت از لحاظ تظاهرات اقتصادی و اینها، ولی الان فکر کنم 2 سال آخر رئیس جمهورش باشه و خود نخست وزیرش هم یه سری حرف و داستان پشتش هست. در همین رابطه من خواهش کردم از خانم دکتر بهیه جیلانی که با ما باشن، در حینی که من با ایشون مصاحبه میکنم صفحه فیسبوکشون رو هم نشون میدم که اگر خواستید سوالی بود نظری بود زنگ بزنید بگید با سوربی تماس نگیرید، نمیدونم مأمور جمهوری اسلامی فلان نکنید، بنده خدا دیگه گوشش پر از اینا، از طریق فیسبوک باهاشون تماس بگیرید. همونجوری که میدونید در برنامه من صفحه فیسبوک و اندیشکده وبسایتش و صفحه فیسبوک آقای نیساری و اینها رو نشون میدم، من ترجیح میدم شما مستقیما یعنی آب رو از سرچشمه بنوشید که تمیز باشه. تازه این روزا ثابت شده آب رو از سرچشمه هم که می نوشید باید فیلتر کنید و تمیز کنید. خب خیلی خانم ولگا آساتوری، درست میگم آساتوری آساتوری، بعد شما نوشتید کیو، کیو یعنی question، نکنه منظورتون کویت بود، به چی میده کیوت بوده، کیوت با سی می نوزن، کیوت خوشگل با سی می نوزن، ولی کیو برای question، برای سوال، برای پرسش چیز میکنه. بله وبسایت، یه وبسایت دیگه هست وودو، من میزنم میگه این فیلمو میتونی مجانی نگاه کنی، میتونی با آگهی نگاه کنی، مجانی 3.99 اگه SD بخوای استاندارد، بعد کوالیتی، یا اگر HD بخوای های دفینیشن کوالیتی 4.99. میگم نه آقا تبلیغ با من نشون بده، آقا صحبت از تبلیغ، ما تبلیغ هر کسی رو کردیم، بعدش دوستان تماس میگیرن میگه آقا تازگی ها اندیشکده رو نگاه کردی؟ میگم گاهی نگاه میکنم، میگه یه تبلیغ قبل از شروع برنامه میذاره، بعد وسط برنامه یه تبلیغ میذاره که صدا نداره، بعد یه دفعه صدا بلند که اصلا میخواد اسپیکر ما پاره بشه. من نمیدونم، فکر میکنم این دوستانم جوون هستن، حالا پیرپاتالای مثل من عذرشون موجهه، همین موی سفید عمدن رنگش نمی کنیم که طرف بفهمه آقا این موهاش سفیده دیگه، از این بیشتر از انتظار نمیتونیم، ولی شماها اگه جوون هستید چرا این کارها رو درست انجام نمیدید؟ زرد و زردم هی آگهی نشون میده ما را به دوستانتون معرفی کنید، آقا اینو با وادرمارک رو صفحت بیار ببر، هم میتونی بیشتر بیاری ببری، اون آگهی که نشون میده خب چیه، یه آگهی بازاری نشون میده در یخچال باز، بعد یه دفعه میخواستم والا صداش زب کنم بیارم بذارم اینجا، گفتم همین چهار تا بیننده ما هم فوش میدنه میرم. بله آقای سعیدی 4 تا بیننده، ولی من 4 تا بیننده دارم که اگه بخوام به 100 نفر چلو کباب بدم طرف چکشو میفرسه میاد، اگه یه کتابی میخوام بفروشم طرف میگه اینو من میخوام، اگه یه دستگاهی میخوام میگه من میخوام، ولی شما این همه مدت نشستی، وقت این بیچاره بهکام اون مریض بود مینشست میکروفون میداد دست شما، شما چون مفتی بود حرف میزنید، حالا میای اینجا میخوای حرف بزنی میگی من میدونی که چیزامم نمینویسم ولی الان خاطرم هم پرید. خب تسلیت به رضا زهرابی رو گفتیم، آقای ربکا خمرباف رو گفتیم، توافق همکاری دراز مدت ایران و چون، دروغ‌ها و جنجال‌های کمپوزیسیون، یه مقاله‌ای که آقای دکتر سهیمی نوشته. دوستان این آقای دکتر سهیمی داداش رو همین جمهوری اسلامی کشته، ولی وقتی حرف حق میگه حرف حق میگه. همینجا من دعوت میکنم از شما دوستان، از اون خانمی که ویدیو ساخت گذاشت اونجا، اگر کسی قرارداد چین و ایران رو خونده بیاد با ما مصاحبه کنه، به ما یاد بده.
آقا قرارداد چین و ایران 5 سال به 5 سال تمدید میشه. برای همین دوست اون مسعود در کانادا نوشتم اقلا شما حکومت جدید میتونید بگه آقا این قراردادی که نشتن ما دیگه تمدید نمی کنیم، تجدید نمی کنیم. و این چه خریدی بوده؟ خریدی 25 ساله. حالا شنیده بودیم اوقاف 99 ساله تازه همونم میگفت خرید نیست. شما وقتی یه زمین وقفی رو میخریدی خرید و اینها نبود. خب بذارید من خانم جیلانی رو ازشون دعوت کنم به وسیله اسکایپ، خانم جیلانی گرامی. و بله ببینم که این صدای خوبه، یعنی فیس چیز ایشون اسکایپ ایشون باز هست، ویدیوشون رو هنوز ندارم، تا ویدیو بیاد. خیلی الان دیگه اصلا از اسکایپ استفاده نمی کنن، از زوم استفاده می کنن، از فیسبوک استفاده می کنن. خانم جیلانی اگه صدای ما رو دارید من ویدیو شما رو ندارم، می خواهی شما زنگ بزنید. دارم من، ولی با شما تماس می گیرم جان. من با شما تماس می گیرم. باشه مرسی. من با تلفنم دارم. بله. مرسی. می دونم بعضی وقتا دوستان، من فکر می کنم این اشکال اسکایپه. اگر دوربین شما رو تو تلفنتون داده باشین با وجودی که روشن نیست اونو میگه نمیتونی استفاده کنی. این یه اشکال اسکایپ، باید برطرفش کنه. یه پولی هم به ما بده که اشکالشو بهش گفتید. باورتون میشه یکی از شغلها اینه که شما اشکالیابی میکنید. آقا اون مکانیکی که اشکال ماشین شما رو میگه بعد تعمیرش میکنه یه پولی بابت اشکال گرفته، اشکال یافتن. اونی که مدار برقی، اصلا من یکی از چیزایی که خیلی خوب بودم توی ترابل شوتینگ بودم، یه مداری رو تا میدادن اینجوری دنبال میکردیم، میگوید آقا اینجا که آر اس میزنن و همدیگه پدر صاحب بچه در میاد، آر اس تی و زیرو یا نول یا نول میش میگفتیم. بله ببینیم چی میگن. اگر امروز برنامه دارید ممکنه اشاره کوچکی، چرا اینو فرید خوندم. خب حالا خانم جیلانی رو اینجا داریم، ببینم ویدیوی شما هنوزم اینجا نیست. میخوام من فیسبوکتون رو نشون بدم با صداتون. خانم جیلانی الان اینجا دیگه صدا هم نداری. خانم جیلانی صدا من داری شما؟ نه متاسفانه. خب بذارید من زنگ بزنم یه بار دیگه. این مشکلات هست در برنامه زنده، این اشکالا پیش میاد. بله من صداتونو دارم ولی تصویرتونو ندارم. ببینید اون یکی رو خاموش کنید، تو دستگاه دیگه اونو اصلا ببندید، یعنی اون اکس قرمز رو بزنید خاموشش کنید. کدومو؟ هر پروگرامی که استفاده میکنید بالای سر. بله الان کامپیوترم بسته است، یعنی آها برنامه روش نیست، فقط دارم اسکایپمو باز میکنم. بله گوگل. شما زنگ زدید نه صداتون بود نه تصویر. الان صدا هست تصویر نیست. بله نه من الان دارم با تلفن با شما صحبت میکنم. اجازه بدید من همین الان اوکی. با اسکایپ شما رو بگیرم. نمیدونم چطور شما مردم تیوی هستیم بگیرم. خب این با مردم تیوی یک هستیم، این با اسکایپ دارید صحبت میکنید خانم جیلانی؟ بله اوکی. خب نکنه از تلفنش دارید استفاده میکنید؟ بله دارم با تلفن صحبت میکنم. نه اون قسمت ویدیوشو کلیک کنید. نه تلفن دستیمه. بله الان شما رو روی اسکایپ میگیرم. اوکی اسکایپ هم اومد مثل اینکه. بله الان من میگیرم شما رو. بله خب خانم جیلانی الو تصویر منو داری؟ بله من صداتونو داره. آها تصویرم آمد، نور علی نور، بسیار عالی. اجازه بدید من تصویرتونو بدم به سیستم. خب خیلی هم خوشحالم که بعد از مدت ها چند وقت بود من از شما دعوت کرده بودم ولی فرصتی پیش نیامده بود. بله دوستان عزیز با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم، ایشون در پاریس زندگی میکنن و امروز میخوایم درباره
این صحبت کنیم که این جریانات اخیر و چه به اصطلاح اتفاقاتی در راه است. خانم جیلانی خیلی خوش آمدید و این شما، این هم بینندگان تلویزیون مردم، بگید ببینیم که دنیا چه خبره. شما که بین آمریکا و ایران قرار گرفتید، در پاریس، خود پاریس چه خبره، ایرانی های اونجا چه کار میکنن و اوضاع و احوال کلن به چه صورت هست؟ بفرمایید، با شما هست. درود فراوان به شما و تمام بینندگان عزیز. شما امیدوارم که خوب و سلامت باشیم. پاریس که طبق معمول ما در قرنطینه هستیم، ادهی از قرنطینه اومدن بیرون، ولی که دوم خبره با شدت خیلی زیادی داره پیش میره، ولی خب کمتر تبلیغات میشه، کمتر صحبت میشه، یا اینکه من خیلی کمتر دنبال میکنم، چون به نظرم یک مقدار خسته کننده شده. حرف و حدیث هم در مورد این بیماری زیاده. خب در ایران که همونجور که میدونیم خیلی هم وحشتناکه و در ایران البته انقدر آنارشیسم الان زیاد شده که اصلا جلوش گرفته نمیشه و دولت هم شاید دنبال یک تله از این بیماری استفاده میکنه تا شما افراد بمیرن، چون پول ندارن اینها رو در خانه نگه دارن. و اتفاقات دیگری که داره میفته و همه ماها رو به قول معروف زندگیمون رو زیر رو کرده، اعصابمون رو، من که واقعا از 14 دقیقه به 14 دقیقه از خواب میپرم، وحشت دارم، با دلشوره دارم زندگی میکنم که در ایران داره چه اتفاق هست. یکی از این اتفاقات آتش گرفتن طبیعت ماست که داریم میدونیم و من از هر جایی که صحبت میکنم پرسم آیا واقعا اینقدر در ایران گرما هست که جنگل ها و پارک ها و کارخانه ها و هر جایی از ایران داره میسوزه؟ ولی خب من فکر میکنم که هر کاری بکنیم آخرش به جمهوری اسلامی برخورد میکنیم که جمهوری اسلامی جایی منافع خودش رو داره و این اتفاقات نمیتونه همچنان بیهوده پیش بیاد. و اتفاقاتی که در کشور داره میفته از جمله حراج مملکت ماست که غم بزرگی است و من فکر میکنم دیگه این مسئله جنوب ایران و جزیره قشم و جزایر دیگر رو تحویل نفت و گاز به چینی ها و دخالت اونها در ارتش ایران و ساختن جاده بود، یعنی مملکت رو تحویل دادن رفتن و ما تاریخمون رو نشون داده که هرچه اجاره دادیم دیگه نتونستیم تحویل بدیم. در نتیجه اینها غمهای بزرگی است که بر ما داره پیش میاد، ولی خب فکر میکنم باز جمهوری اسلامی بیروده نیست. هر از باز صحبتهایی بسیار داغ میشه، مانند مسئله جنوب ایران و جزایر ایران. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بیروده نیست این خبر در این مقطع ظهور کرد. مسائل تحریم ها، مسائل بیپولی جمهوری اسلامی که واقعا مانند چاقوی خرخره گذاشته شده. البته من ایمان ندارم که جمهوری اسلامی بیپوله و واقعا داره از گرسنگی میمیره و مردم رو نمیدونه. نه، جمهوری اسلامی خیلی پولدار هست و آقایون رزرو خیلی دارن، ولی نمیخواهند اون رزرو ها دست بکنن. آقای خامنه‌ای برآورد شده که 150 میلیارد دلار یا 140 میلیارد در هر حال فرقی نمی کنه. فقط از خودمون می پرسیم که این پیرمرد چگونه می خواهد این پول رو خرج بکنه. این پول در حقیقت امروز داره خرج حماس میشه، اسد میشه، در عراق میشه برای خرجهای اضطراری. در نتیجه به نظر من فقیر نگه داشتن ملت یک نوع به صورت جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل مردم که امروز واقعا در مرز انفجار هستند و منفجر هم خواهند شد، زیرا شکم گرسنه به هیچ چیزی اعتقاد نداره. و منی که توی رسانه ها بیشتر دور میزنم و سعی میکنم مهمترین رو در اختیار مردم بذارم، میبینم که واقعا جمهوری اسلامی ملت رو به بازی گرفته و مسئله فروش زمانی ظهور کرده که دیگه جمهوری اسلامی از این مرز نمیتونه پیش بره و مجبور به بانک های خصوصی
خودش دست بزنه که این مورد رو اصلا خوشایند نمیدونم و حاضرند هر قاچاقی رو هر زندگی سختی رو به مردم اشراف بکنن تا این پول از جیب مردم خارج بشه. مثلا دلار رو میدونید که مرز 24 تومن رو گذشت و این دویای این هست. البته ما همیشه میدانستیم که مسئله دلار مسئله دولت و هر زمان که کمبود بودجه داره با بالا پایین کردن دلار مسائل مالی خودش رو حل میکنه، ولی امروز دیگه به قول معروف کار به جایی رسیده که بانک مرکزی از مردم پول وام میخواد. یعنی 50,000 میلیارد دلار بانک مرکزی از مردم پول قرض خواسته برای اینکه مملکت رو حداقل بتوانند حقوق کسانی که امروز چاقو به دست رو دارن طرز بچه ها رو ببرن حداقل پول اونها رو بدن. در غیر این صورت آنها هم نیز دوچار دوگانگی خواهند شد که آیا جان خودشون رو به بازی بگیرن برای حفظ جمهوری اسلامی. اما چرا مسئله چین و فروش جزایر در این مقطع ظهور کرد؟ به نظر من جمهوری اسلامی با این سوال فروش جزایر در جنوب ایران رو مطرح کرد به عنوان یک شانتاژ. اگر پول به من ندید من حاضرم بخشی از ایران رو که نفت اقتصادی در اونجا میتپه من اون رو بفروشم. و ما ملت اتفاقی که در دریای مازندران افتاد و تبدیل به دریای خزر شد خب این رو فراموش نکردیم و تفسیدی جمهوری اسلامی رو هم بهش آگاه هستیم که یک همچین خیانتی رو میتواند بکند. من حتی با آگاهی و شک و تردیدی که نسبت به فروش این منطقه دارم با تمام این اوضاع گاهی تله به اندازه بزرگه و به اندازه به قول معروف برای اینکه شما به مردم به باورانی که واقعیت رو میگویید فروش خش بزرگتر باشد قابل پذیرشتر. در نتیجه به نظر من این بازی بزرگیست که جمهوری اسلامی با تمام این که قوانین بین المللی به جمهوری اسلامی اجازه فروش این منطقه رو میدن، ولی نباید فراموش بکنیم که متاسفانه کنترل و صاحب بودن منطقه آنچنان که ما فکر میکنیم هم 100% به نام ما نوشته نشده و در منطقه همیشه ارباب وجود داشته. ابتدا انگلیس ها که مصدق اونها رو گیرو کرد و بعد دوباره ما کنسرسیوم با کشورها و دوباره کنسرسیوم انقلاب پنجم. در نتیجه من فکر میکنم که مسئله چین امروز بسیار داغه. حتی اگر یک شانتاژ باشه ما باید مسئله رو بی نهایت جدی بگیریم و جدی هم گرفته شده. امروز میبینیم که در مقابل سفارت‌های چین در کشورهای مختلف بچه ها رو اعتراضات برنامه ریزی میکنن، اعتراضات انجام میشه و در انتها امروز یکی از سخنگوهای درون نظام اعتراف میکنه که این چین نیست به خواهان کنترل منطقه است، بلکه ما این پروپوزیسیون رو به چین دادیم. یعنی این درجه بیمانی بودن و خار بودن این گروه یا این نظام رو در ایران نشان میدهد که واقعا این گروه حاضرند برای اینکه آقای خامنه‌ای جام زهر رو ننوشه حاضرند خیلی کارها بکنند، حتی کارهای خطرناک مانند حراج گذاشتن فروش مملکت. حتی من رو به این واقعی کرد که فکر بکنم اگر واقعا دولت جمهوری اسلامی تا این حد پول نیازمنده رو به مزایده بذاره شاید به ایرانی ها ایران رو بخرند از این قوم ایران فروش. در نتیجه انتخابات این هفته بسیار بسیار بالا بود، بسیار بسیار بالا پایین شدیم
نیمی واقعیت، نیمی دروغ، نیمی واقعی و نیمی دست جمهوری اسلامی. به هر حال ما هر روز منتظر خبر ناهنجاری هستیم و همین لحظه چند لحظه پیش خوندم در فاکس که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به علت بمباران شدن، موشک باران شدن نتنز، یک حمله بزرگ به اسرائیل بکنه که از پیش من جوابش رو میدونم و اسرائیل در مقابل اینها خواهد ایستاد. ولی این رو فراموش نکنید که جمهوری اسلامی با تمام قدرت دنبال جنگ و فکر میکنه اگر خوش و حواست مردم رو به سمت و سوی جنگ بکشاند شاید بتواند عمر خودش رو طولانی تر بکنه. خیلی ممنون خانم جیلانی. دوستان سوال میکنن شما چه سندی در دست دارید که جزایر به فروش رفتن؟ والا من به فروش رفتن رو نه، من هیچ اعترافی به فروش و مدعی این که این جزایر به فروش رفتن رو نمی کنم. اما این نظام قادر به فروش ایران هست برای حفظ نظام. صحبت همون خمینی در ابتدای انقلاب گفت برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، حتی برای ظهور امام زمان هم میتونیم مقابله بکنیم، یعنی حفظ نظام به هر قیمتی. این یک واقعیته. اما از خودمون سوال میکنیم چرا الان باید ظهور کنه یک همچین مسئله فروش؟ اجاره هیچ فرقی نمیکنه، در حقیقت از دست دادن منطقه است. و اینکه ما یعنی سابقه جمهوری اسلامی به قدری بده که ما انتهای هر چیزی رو گاهی به صفحه دایجان ناپلون نگاه میکنیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هر زمان هر خرابکاری رو میکنه غیر وطنی، بعد از اینکه کار از کار گذشته و خراب شده اون زمان اعتراف میکنه که یا این کار رو انجام داده یا این کار رو انجام خواهد داد. از اینکه نظام چین رو در تمام حوزه ها وارد کرده، حضور دارن در تهران، شما ساختمان ها رو میبینید که امروز عمل بناش چینیه، خب ما دیگه نمیتونیم زیرش بزنیم، در صورتی که این کاریست که خود ملت ما قادر به انجامش هستن. یا در کیش شما میبینین بوتیکایی، این رو من تازه شنیدم، بوتیکایی وجود دارن که خانومهای چینی اون بوتیکا رو میچرخونن. خب این آیا نفوذ نیست؟ این نفوذ قدم به قدم نیست؟ در هر حال اگر هم چیزی که امروز آقای ظریف اعتراف کرده که حال دراست و دروغ، در هر حال آقای ظریف معروف به دروغگو بودنه، کسی که به چشم روزنامه نگارهای جهان نگاه بکنه و بگه ما زندانی سیاسی نداریم، خیلی راحت امروز میتونه بگه که نه، ما یک مترم از زمینهای ایران رو نفروختیم به چینی ها و ما هر قراردادی که داریم پایاپای و به نفع منافع ملی ماست. 41 سال من سوال میکنم چه کار آقایون به نفع منافع ملی بوده و اینکه کی و چه زمانی اینها در معاملاتشون از ایران منافع ایران صحبت کردن و یا اینکه منافع ملی رو در نظر گرفتن. در نتیجه من فکر میکنم که سابقه جمهوری اسلامی مانند چوپان دروغوش ایانن اگر یک راست هم بگوید به علت دروغگویی و سابقه دروغگویی این نظام اجازه بدیم که ما باور نداشته باشیم. بسیار ممنونم. هفته گذشته وقتی که شما روی برنامه کامنت می نوشتید به خاطر این عکس فیسبوک شما که پرچم فرانسه هست، یه نفر به شما حمله کرد، کسی که پرچم کشورهای دیگر رو میذاره به اصطلاح اجازه صحبت کردن
درباره ایران رو نداره. من خودم همیشه گفتم من بیشتر عمرم رو توی آمریکا زندگی کردم تا ایران، و مخصوصا چون پرچم ایران هر پرچمیشه که شما بگی مورد سوال هست و مورد انتقاد یک گروه، من هیچ وقت سعی نمی کنم پرچم چیز کنم. شما نظرتون چیه؟ شما خودتون رو فرانسوی می دونید؟ نه، من اصلا خودم رو فرانسوی نه تنها نمی دونم، من 45 ساله از سال 1975 در فرانسه زندگی می کنم و هنوز ملیت فرانسوی نگرفتم و من پاسپورت ایرانی دارم. این عکس چرا؟ این عکس در روزی بود که شارلی ابدو بهشون حمله شد. دوستان گفتن که کسانی که فرانسه زندگی میکنن از این کاز دفاع بکنن. این عکس خب من دو روز گذاشتم و بعدم برداشتم. این عکس در آرشیو من بود. صفحات فیسبوک من همونجور که شما میدونید همیشه بلاک میشه. من برای اینکه خودم رو مخفی بکنم و یک صفحه مخفی دیگری باز بکنم، اگر شما متوجه باشید اسم این صفحه من هست بهیه بهیه جیلانی. یعنی چی؟ یعنی چی این کار؟ یعنی اینکه من خودم رو پشت این اسم در غیر این صورت اگر قرار بود به اسم بهیه جیلانی دوباره صفحه باز بکنم دوباره بلاک می شد. در نتیجه من اومدم یک عکسی رو گذاشتم که کسانی که من رو میشناسند بشناسند. ضمناً مثلا من با فیسبوک پای موشک بازی بکنم و این مسئله فقط واسه خاطر اینه من یک ملیگرا هستم، نیازی هم به معرفی خودم ندارم و مسئله میهن پرستی من تازه نیست. من 40 سال مبارز سیاسی هستم، از لحظه‌ای که آریا خیر احمقانه در سفارت میلان رای دادم خیر من همچنان ادامه داره و این عکس با پرچم فقط برای مخفی کردن خودم و دیده نشدن خودم هستم که صفحه‌ام دوباره بلاک نشد و مفهوم دیگری اصلا نداره. من اسمم خودم هم، فامیل خودم هستم، آدرسم خودم هستم، تصویر من رو الان میبینید. من چیزی برای مخفی ندارم و برای اینکه من رو بهتر و تاریخ من رو بهتر بدونید میتونید به گوگل مراجعه کنید و به ملیگرا و عشق به وطن. من فکر میکنم که زندگی من رو خورده مثل یه خوره و این رو همه شاهد هستند و من بیش از این در موردش صحبت ندارم. خودم بسیار ممنونم از توضیحاتتون، ولی خود من شخصا نظرم اینه که ما تو این کشورهایی که زندگی میکنیم باید این کشورها رو دوست داشته باشیم، مخصوصا به دلیل اینکه به ما یه جا و مکانی دادن که آزادانه بتونیم درباره ایران صحبت کنیم. آقای سوربی من هیچ تشکری ندارم من فرموسه بکنم چون که تا به امروز نه تنها با مال پدرم که از ایران بوده زندگی کردم هیچ کمکی به من نشده، بلکه کلاهای خیلی 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 بزرگم سرم گذاشتم، پس ممکنه برای عده فرانسه خیلی خوب بوده، ولی من امروز روز شماری میکنم که در جمهوری اسلامی، یعنی نابودی جمهوری اسلامی و به وطنم برگردم. من همین الان قدرت این رو دارم به کانادا کوچ بکنم، با آمریکا کوچ بکنم، ولی نه، مسیر بعدی من فقط ایران. بسیار ممنونم از شما. در مورد این ماجرای اعدام سه جوانی که در آبان ماه توی تظاهرات شرکت کرده بودن، میدونیم یه جنبش بزرگی به اصطلاح به راه افتاده و تا امروز مثل که این برنامه متوقف شده. شما نظرتون کلن درباره اعدام ها چیه؟ در هر حال 41 سال ما داریم مبارزه ضد اعدام میکنیم، یعنی من فکر میکنم که غیر انسانی ترین عمل کرد یک بشر میتونه یا یک قرون و وسطایی ترین عمل کرد یک حکومت میتونه باشه. ما 41 سالی داریم مبارزه میکنیم با این مسئله، اما جمهوری اسلامی آگاه هستیم که از اعدام ها به عنوان
پیام استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی رفیق من رو میکشه که من دست و پامو جمع بکنم. در نتیجه سه نفری که سه جوانی که امروز زیر حکم اعدام هستن و دو بار هم حکم اعدام گرفتن و شرایط بسیار خطرناکی دارن، فقط برای زهر چشم گرفتن از مردم، برای حضورشون از نارضایتی ها و اعتراضاتی که داشتند و دارن. در نتیجه جمهوری اسلامی این رو به بازی گرفته، با تمام این که 8 میلیون هشتک نه به اعدام جمع شده، حتی حضور آقای ترامپ و وزرا و حقوق بشر و نه تنها حقوق بشر، امنستی انترنشنال به خصوص امضای اعضا و افراد حقیقی اسمشون وجود داره. من فکر میکنم که بزرگترین هشتکی که تا به امروز نه به اعدام گفته. اما مسئله اینه که خب در جمهوری اسلامی شما آگاهیم که نه تنها از اعدام در شرع اسلامی دفاع میکنه، بلکه از اعدام به عنوان تولید ترس و وحشت برای دیگران. و شما شاهدین که 41 سال مردم به جز ضرب و شتم از نظام جمهوری اسلامی و تحقیر شدن و تحقیر شدن چیز دیگری از جمهوری اسلامی ندیدن و ادامه به سکوت. البته گاهی من میگفتم این ادامه به سکوت در ایرانی ها و حرکت نکردن و بیدار نشدنشون شاید در این باشه که جمهوری اسلامی و ملت ما مشترکات دارن و اون مشترکات چیه؟ دین اسلام، اعتقادات، احترامی است که بدون ریشه و پایه است. ولی امروز میبینم نه، داستانی نیست. جمهوری اسلامی در هر حال واقعا از خون ساخته شده و هر از گاهی هم به آبیاری خون رسانی به این نظام رو نیاز داره که جوانها رو بکشه. و اینکه هر زمان که جوانها سرشون بالای دار میده ما بسته تر میشیم، خودمون رو خودمون میبندیم، ایزوله تر میشیم، در نتیجه بی‌عرضه تر میشیم، قدرتمون رو از دست میدیم و جمهوری اسلامی هم همینو میخواد. در هر حال امروز چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، جمهوری اسلامی اتوماتیک داره ریزش میکنه و مطمئنه نه تنها داره ریزش میکنه، عواملی هم در ایران وجود داره که ما اونها رو نمیشناسیم و مطمئنه اونها هم در حرکت هستند، حرکات زیر زمینی هست، کسانی هستند که دارن فعالیت هایی رو میکنن ولی کاملا به صورت مخفی ناشناس. ولی هر از گاهی شما میبینین که مناطقی آتش گرفته میشه، منفجر میشه، که این مناطق استراتژیک هستن، مناطق عام نیستن. در نتیجه فکر میکنم که ایران آبستن حوادث خیلی بزرگیه که در انتها هیچ اتفاقی هم نیفته، نارضایتی پابرهنه ها و اینکه مردم دارن مسلح میشن فقط برای امنیت خودشون، نه برای مبارزه مسلحانه، که در انتها من فکر میکنم که اتفاقاتی بیفته. ولی امروز هیچ چیزی رو نمیشه اعلام کرد یا رسمی حرف رسمی زد، تاریخ دار زد با مکان و فلان چیزی نمیشه گفت، ولی میشه حس کرد که مردم روز به روز ثانیه به ثانیه دارن به انفجار نزدیک میشن و در مملکتی که خط فقر از 50% گذشته مطمئنن شرایط میتونه خطرناک باشه برای این نظام، به خصوص نظامی که نمیخواد سرکیسته رو برای مردم شل بکنه، زیرا سرکیسته رو برای مردم شل بکنه مردم دوباره انرژی میگیرن و اون انرژی باعث حرکت میشه. ولی امروز کاملا مردم بی انرژی و بی قدرت و معتاد رو میبینیم که پدرها فرزندانشون رو میکشن، میبینیم که دیروز پدری با خود دخترش رو
تقریبا کشته و امروز جسدش نیمه جان در بیمارستانه و بلافاصله شیشه میکشیده. ببینیم چه خبره. شیشه میکشیده و بلافاصله زمانی که پوست رو میزده روی سر بچهش یهو مثل اینکه خواب بیدار میشه و خودکشی میکنه. در هر حال مردم این نظام کاری کرده که مردم ما حالشون خرابه و کنترل اعمال خودشون رو ندارن و برای اینکه اتفاقات و فقر رو فراموش بکنن به سمت و سوی مواد صنعتی رو آبر شدن. این مواد صنعتی خب علتش همین خشونت های حیوانیه که امروز مردم دارن پیدا میکنن و کارهایی رو انجام میدن که کاملا خارج از اعمال انسان. خیلی ممنون از شما خانم تینا صدقی از آمریکا. نوشتن که بهیه جان سلام، از دیدن شما و آقای سوربی خوشحالم. آقای نیساری همشهری من نوشتن آن که آنان را که شاه نکشت این رژیم دست نشانده کشته و به کشتار ادامه داده است. ایشون اضافه میکنن نگو اسرائیل میزند و در خیابان راه بند آورده است، بگو ایرانی از دزدی های زالوزاده ها به تنگ آمده و آتش به مال خود میزند، بگو جوانان غیور ایران در جای جای ایران شعله را آغاز کردند. من اتفاقا همین سوال را از آقای نیساری کردم، متاسفانه ایشون در پاسخ دادن روی کامنت و پیامک های فیسبوک کمی تنبل هستند. خانم جیلانی، درباره این آتش سوزی ها سه تا فرضیه هست. یکی این که خود دولت این کارو میکنه که بتونه مردم رو کنترل کنه و سرکوب کنه. دیگری این که بعضی ها به دستور مجاهدین یا نمیدونم سازمان هایی که بهشون باور دارن این کارا رو انجام میدن. و آخریش هم اون چیزایی که از حادثه هایی که اتفاقی میفته، مثلا همینجا بارها اتفاق افتاده، طرف سیگار میکشه میندازه بیرون، فصل خشکی هست و اونجا آتش سوزی میشه، میره پارک باربیکیو درست کنه آتش سوزی میشه. این سه مورد رو اگر یه نفر باشه که همینجوری که آقای نیساری میگه خیلی جون به لبش آمده باشه و اینها و دست به یک همچین کارهایی بزنه، به نظر شما این اوکیه یا به اصطلاح اشکال از اون سازمانی هست که این شخص بهش باور داره؟ چون ما داریم سازمان سلطنت طلبی هست اینجا تندر که به افراد گفته بود که بانک ها را آتیش بزنید، مساجد را آتیش بزنید و در شهر شیراز چند تا جوان این کارو کردن و اونها رو به اصطلاح گرفتن و به نظر من این اشتباهی که این سازمان ها این جوان ها رو که پر از احساسات هستن به این سادگی دست آخوندا میدن، بعدم هم ما چند روز خبر نمیدونم تجاوز و زندان و شکنجه، بعدم اعدامشون، دوباره بریم سراغ بعدی. یه مقداری درباره این آتش سوزی ها لطف کنید صحبت کنید. ببینید این آتش سوزی ها همون گونه که گفتیم ممکنه تمام، ممکنه نظام دست داشته باشه، ممکنه یک دیوانه دست داشته باشه، ممکنه تصادفی باشه، اما برای اینکه کلا در یک اکت تروریسم مثل این اکتی که ممکنه یک اکت تروریست باشه، یعنی اینکه آتیش بزنن که دولت فردا بیاد اونجا رو ساختمون سازی بکنه یا برای خودش مناطق خاصی درست بکنه، در هر حال هر حیله‌ای میتونه باشه. اما در این اتفاقات باید یک سوال رو مطرح کنیم، چه کسی از این مطلب از آتش زدن سود میبره؟ هر کسی که سود میبره بدون این که کارو اون انجام بده. به نظر من یک دیوانه میتونه یه همچین کاری رو بکنه. در لس آنجلس هم آتش سوزی های عجیب غریبی پیش میاد در اثر باربیکیو، ولی ملت ما ملت باربیکیو نیستن. ملت ما ملت این که برن توی یک پارکی پیکنیک بکنن و سیگارشون بیفته. در مملکت ما امروز اتفاقاتی که داره میفته در جاهایی است که به نظر من به جز پروژه های قبل از برنامه باشه چیز دیگری نیست، یعنی تصادفی نیست و ایران هنوز به اون گرمایی نرسیده که بگیم در اون مناطق خودسوزن. و در فرانسه، در جنوب فرانسه آتش سوزی هایی که پیش میاد علتش
افراد نیستن، علتش گرمایی هست که جنگل رو میسوزونه و جنگل ها گلهایی دارن که اسانس نفتی دارن و این اسانس های نفتی در اثر آتش گرفت و حرارت و هوا جرقه تولید میکنن. این مملکت ما این مملکت نیست که بگیم درخت هایی که گلهایی که اسانس دارن و میتونن تولید آتش. نه، به نظر من در ایران بزرگترین کسی که از این آتش سوزی منفعت میبره خود جمهوری اسلامیه، هم برای استفاده زمین ها و هم برای کنترل. ما مسئله آبان بیشزاری که داشتن در شاهرود بچه ها رو در اون بیشزار کشتن، اگر اون بیشزار نبود شاید اصلا بچه ها به سمت سوی اون خاکریز نمی رفتن که بخواهند برای مثال اونجا مخفی بشن که جمهوری اسلامی اون رو دنبان یک تله استفاده بکنه و اونها رو بکشه. در نتیجه به نظر من کسی که از این مسئله بیشترین سود رو میبره خود جمهوری اسلامی، تا آخرین اطلاعات که بگن که نفلان دیوانه رو گرفتن، ولی نمیتونه کسی دیگری به جز خود جمهوری اسلامی پشت این پرده باشه، برای اینکه به قدری این اتفاقات و جاهایی که در حال سوختن هستن در یک مسیر نیستند و از هم دور هستند که نمیتوانیم بگوییم که واقعا یک فردی که از این نقطه به اون نقطه میره و اینجا رو آتیش میزنه و اونجا رو آتیش میزنه. به خصوص که امروز شاهد این هستیم که اداره ها و کارخونه ها هم دارن آتیش میگیرن، یا اینکه واقعا یک برنامه سیاسیه که اپوزیسیون داره این کار میکنه. من فکر نمی کنم که این کار رو بسیار ممنونم. شما هر بار اشاره کردین که یک دیوانه ای این رو آتش میزنه، یعنی به نظر شما حتی اگر اپوزیسیون این کار رو میکنه اپوزیسیون دیوانه است که این کار رو میکنه و نباید به 100%. ببینید، در هر حال فراموش نکنیم که این مملکت مال ماست، جنگل مال ماست و زمینی که آتش میخوره و دوباره باید سالها صبر کرد که این زمین دوباره صبر بشه و دوباره زیبایی اولی خودش رو پیدا بکنه و ما اون رو آتیش بزنیم، چه فرقی به نظر ما با جنایت نداره؟ این هم یک نوع جنایت طبیعته، هیچ فرقی نداره. بله، ممنونم. آقای نیساری نظرشون اینه: زندگی مردم به دست جمهوری اسلامی با آتش کشیده شده، مال و منال آخوند به دست مبارزان با آتش کشیده می شود. به نظر من یا ایشون آقای نیساری خیلی به اصطلاح سعی می کنن این مطلب رو بچرخونن، یا اینکه متوجه حرف من نمی شن. من منظورم آخوند شما اصلا با عبا و عمامه آتش بزن، ماشینش هم آتش بزن، اصلا خانواده‌اش هم آتش بزن، که من فکر کنم این کار اشتباهیه، نباید اینا رو آتش زد، باید اول محاکمه کنیم. دوست عزیز، ما داریم راجع به جنگل‌های مردم صحبت می‌کنیم، مال کشور، ملت. اونا رو خانم جیلانی خیلی قشنگ گفت دیوانه باید باشه کسی. اصلا ممنون و متشکرم، نظرها مختلفه. خانم جیلانی، اوضاع فرانسه از لحاظ اقتصادی چی شد بعد از این همه تظاهرات و اینها؟ والا حوزه فرانسه که روز 14 جولای که روز ملی فرانسه بود و در جنگ جهانی دوم در دو منطقه پاریس با شور و هیجان بسیاری انجام شد. در منطقه ده پاریس، منطقه پاریس بستی و حتما میشناسین شما منطقه بستی، رپوبلیک و منطقه گاردولیون، ایستگاه ترن لیون، آتشبازی بود. یعنی این که گاز اشک‌آور پلیس پرت میکرد روی مردم و مردم جا خالی به پلیس میدادن، از پشت بهش حمله میکردن و یکی از پلیس ها افتاد دست مردم و پلیس ها دوباره روح بزرگی اومدن تا اون پلیس ها دست مردم بگیرن و بسیار مردم خشمگین، به خصوص که البته باز نمیشه فرانسه رو مقایسه کرد با آمریکا، اما میشه فرانسه رو مقایسه کرد با ایران. برای مثال برای کرونا خوب دولت به خانواده های بچه دار کمک کرد، به دانشجوها کمک کرد، به کسانی که بچه دارن و حقوق دولتی میگیرن کمک کرد، ولی به مجردا کمک نکرد.
ولی به انواع اقسام خانواده ها کمک رسون، ولی این کمک رو نمیتونیم بگیم که واقعا راه انداز بود و اینها توانستن زندگی بکنن و مشکلی نداشته باشن. و اینکه پیش از کرونا ما مشکل اقتصادی رو داشتیم، بازنشسته ها، پرستارا و مردم ماها بود که هر یک شنبه، هر شنبه بود شنبه یا یک شنبه در خیابان بودن. در نتیجه علت کرونا این اعتراضات قد شده بود تا اینکه 14 جولای، البته قبلش هم یک اعتراضاتی مردم فرانسه انجام دادن ولی بسیار کم بودن، به علت کرونا، وسط کرونا بود، وسط قرنطینه های کرونا بود. اما 14 جولای بخش شانزلیزه و اون بخشی که آقای مکرون و تمام ارتشی‌ها و بزرگ ارتشداران و درجه داران در اون منطقه جمع شده بودن، خب مدال داده شد به تمام کسانی که جنگ کرده بودن در آسیان کمبتان، چی میشه به فارسی، میشه به آخرین سربازهایی که جنگ کردن برای فرانسه که هر کدومشون الان 80 سال به بالا دارن، دوباره مدال پرداخت شد، تشکر شد. گروه موسیقی فلامنک کم بود و در سوی دیگه همزمان داشتن سرساب و مردم رویارویی می‌کردند و حق خواهی. در نتیجه وضع اقتصادی فرانسه معجزه نشده و معجزه هم نخواهد شد. نخست وزیر عوض شده، کابینه آقای مکرون عوض شده، ولی من مطمئنم که کابینه جدید هم معجزه نخواهد توانست برای اینکه شرایط اقتصادی و اقتصاد خوابیده. مسئله کشورهایی مانند کشورهای خلیج فارس امروز بیشتر به سمت و سوی آمریکا کشیده میشن و ایران هم که شرایطش اینه که در حقیقت یک لقمه نیم‌سنگک بود برای فرانسه، امروز اون یک لقمه نیم‌سنگک هم از ملت فرانسه گرفته شده. و اینکه خب شما شاهد این که اروپا با سینه چاک از دولت ایران دفاع میکنه و این مسئله فروش چین هم یک دهنکجی بود برای اروپایی ها که اون مسئله بانکی که اسمش این تکس یا همچه اسمایی بود، تکس نمیدونم چی بود، که اون هم انجام نشد، نتونست اینی انجام بشه که باعث بشه ایران از دلار خارج بشه و وارد فاز یورو بشه. در نتیجه این به قول معروف این شاموکی بازی ها راه حل برای اقتصاد نیست و دیر عوض کردن هم راه حل نیست، حتی رئیس جمهور عوض کردن هم راه حل نیست. امروز کشورهای اروپایی به قول پدرم دیگه پیر شدن و معجزه دیگه نمیشه. شما هر چی که فکر بکنید در اروپا زیاده، ولی آمریکای شما به قدری بزرگه که شما هر نوع سرمایه گذاری هم بکنید پاسخ خواهد داد. بیابون و غیر بیابون هم نداره، پاسخ خواهد داد. ولی ما در فرانسه همه چی زیاده، همه چی اشتباه شده است، از همه چی زیاد است، در نتیجه مشتری هم نیست، در نتیجه وضع اقتصادی فرانسه هیچ جالب نیست. الان با تمام این که بعد از کرونا هستیم و میگفتن که بعد از کرونا دنیای بسیار گرانی خواهد بود، بسیار گران و غیر قابل نزدیک شدن، مدتی هم همینطور شد. گوجه فرنگی که کلید یورو بود 5 یورو هم شد، ولی اینقدر امروز زیاده که هر روزها قبل از تاریخ آغاز کردن و مشتری ندارند و ببخشید تخفیف ها روی 70%. در نتیجه این گویای اینه که کسی خرید نمی کنه، کسی سرمایه گذاری نمی کنه. خود من که اصلا به خیابون نرفتم، به خودم میگم اصلا نباید چیزی بود، به چه عنوان ما که محکوم هستیم در خانه باشیم و زندگی بکنیم، در نتیجه به چیزی نیاز نداریم، با هر چی داریم زندگی کنیم. این گویای اینه که اروپا خوابیده، نه تنها فرانسه خوابیده، اروپا خوابیده. و من فکر میکنم که اینجا هم نیاز به
انقلاب داره، ولی باز انقلابی که فردای انقلاب تولید سرمایه نکنه در نتیجه به هیچ دردی نمیخوره. در نتیجه میتونم نتیجه گیری کنم که نه تنها وضع اقتصاد اروپا زیاد درخشنده نیست، وضع فرانسه از همه تاریخ تر. بسیار ممنونم، لطف کردید که با ما بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم شما رو زود به زود داشته باشیم. نه به این خیلی ممنون. من حتما امیدوارم که بتونم این کارو بکنم، حتما در خدمت شما و تمام دوستان ایرانی که صدای منو میشنوند هستم. ممنونم از شما. اگه بعد از برنامه هم لطف کنید روی صفحه فیسبوک درباره همین ویدیو با دوستانی که کامنت گذاشتن در تماس بشید ممنون میشم. در خدمت شما. خیلی ممنون از شما. مرسی. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم از پاریس. من صفحه فیسبوک ایشون رو یک بار دیگه نشون میدم، اگه خواستید باشون تماس بگیرید. همینجوری که میبینید ایشون این بار دو بار نوشتن بهیه، یکی بهیه یکی بهیه، و از شما هم ممنونم. بله، اون قسمت مردم تیوی دات کام اتوماتیک وار ساعت 4 بعد از ظهر رفت روی برنامه آقای ارشاد. خیلی ممنونم از سم که نگاه میکنه، مانیتور میکنه و به عنوان بیگ برادر هیز واچینگ. ولی خیلی تعجب میکنم از آقای نیساری که گفته های من رو جور دیگه تعبیر میکنن. آقای نیساری کاکو جون، ما که به زبان شیرازی و فارسی داریم حرف میزنیم. من میگم و باور دارم اگر اپوزیسیونی، گوش کن داداش، اگر اپوزیسیونی بگه مردم برید آتش بزنید، این اپوزیسیون احمقه و داره به دست خودش مردم یا جوانای ایرانی رو میده دست آخوندا. این کجاش؟ من گفتم اپوزیسیون رفته جنگل آتش زده. خانم تینا صدقی میگن جاهایی را که آتش میزنن میتونه از ته سیگار باشه. این یه عادت خیلی بده در ایران، سیگار که میکشن پرت میکنن بیرون، بعد اون باد بیشتر روشنش میکنه، حتی باد اگه ببرتش کنار که دیگه بدتر میخوره به جنگل. در همین منطقه که ما هستیم که از وسط سیمان سبزی میزنه بارا، شما یه سنگی میندازی اونجا، دو روز دیگه برمیگردی روش جلبک زده، سبزی اومده بالا. یه چند بار توی این 30 و چند سال خشکسالی شده بود که این گریلا رو برداشتن روش رو پوشوندن، دستور داده بودن که کسی به اصطلاح چیز نکنه، توی پارک و اینا کباب درست نکنه، استیک درست نکنه، باربیکیو گریل نکنن، و حتی توی آپارتمان ها اینا دستور دادن کسی این کار نکنه، و اگر کسی آتش روشن میکرد جایی که نباید جریمه هم میشد. خانم تینا میگه که کل دنیا ورشکسته است و ماها هم الان یک زندانی بیش نیستیم که از همه چیز محروم شدیم. این هم دقیقا حرفیه که قدر آزادی رو ندونستیم تا اینکه الان ببینیم همون دوستانی که ایراد میگرفتیم ازشون که ای اینجوری گفت اونجوری گفت، الان به قول معروف له له میکنیم برای اینکه یه بار ببینیمشون و با اونها باشیم. اجازه بدیم من باز از آقای خمرباف که این اسم اصلیشون نیست و ایشون برای من توضیح دادن اسم اصلیشون رو تشکر کنم. دو سه تا توضیح دادن، یکی گفتن که صدای من استریوفونیکه و ایشون وقتی برنامه رو گوش میدن مشکلی ندارن، ضمن اینکه برنامه‌های دیگر رو مشکل دارن. حتی گفتن بعضی وقتا برنامه‌ها قطع و وصل میشه. ببینید دوست عزیز، شما باید یا خودتون یا پسرتون از این سه طریق استفاده کنه، یکی فیسبوک، یکی یوتیوب و یکی مردم تیوی دات کام. از این که میگید صدای من استریوفونی، که من توی سربازی هم اولین روزی که حرف زدم یکی گفت بیا صبح بشو از اینایی که چی میخونن و نمیدونم، گفتیم بابا ولمون کن. بعد به خاطر صدام اصلا آمدم توی رادیو تلویزیون، شبی بود، مهمانی بود، صحبتی بود، و بعد طرف گفت آقا صدای شما داوودی هست و فلان اینا، آمدیم که ما نه داوود دیدیم نه هیچ سودی از این تلویزیون بردیم. در صورت ممنونم. ایشون همچنین درباره این که ما
به بعضی ها میگیم افاقنه، بعضی ها میگیم افغان، میگن که افغان واحد پول افغانستان است، باید به اونها بگیم افغانستانی. و از اون بر ایراد گرفتن از اینایی که به کلمه ایران میگن ایرون، مخصوصا از خواننده ها، از اندی عزیز گرفته که میگه ما همه ایرونی هستیم تا دیگران دلم هوای ایرون کرده و اینها. ولی من باز به شما میگم که ببینید، اگر کسی میگه ایرون ولی شما متوجه میشید که منظور اون ایران هست، تمومه، مکالمه کامیونیکیشن انجام شده. اگر کسی میگه تهرون، شما میدونید که منظورش تهرانه، حالا یا با ت دو نقطه یا با تا دست دار، تموم شده مکالمه. اون شعری رو که آقای رنجبر همیشه میگفت، ای بسا یک هند و ترک همزبان، وی بسا دو تا همزبانی که همدیگر رو نمیفهمن. این شعر قشنگی هست. در صورت درباره افغان خیلی ممنون، درباره جناب که گفتید یا پاشنه مثال زدم، آمریکا هم میگه چر، چرمن، اینا اشکال نداره. ولی دوستان، یکی برای من نوشته بود آقای سوربی، شما اون روز نشون دادید که تلویزیون مردم اپ داره. من حاضر نیستم $200، $300، $2000، $3000 بدم یه چیزی رو که خود من و شما ساده میتونیم رو تلفنمون قرار بدیم، یه هندی برای من درست کنه یا یه آمریکایی درست کنه، بعدم بگیم آی $39 هم بده تا نگهش دارم، بعدم یه پولی بدیم که اپ، این اپل و اون اندروید نگاش کنه. ببینید دوستان، شما روی آیفونتون میزنید این سفاری یا کروم، مردم تیوی که آمد پایینش یه علامت فلش اینجوریه، میزنید add to home screen، به این میگن home screen، همونجوری که به اونای دیگه میگیم دسکتاپ. دسکتاپ یعنی روی میز کار، میز کار حالا رفته توی کامپیوتر، حالا کامپیوتر اومده رفته توی تلفن. شما میتونید، بله ببینید الان من این اینجا مردم تیویه، اینو که میزنم صفحه مردم تیوی میاد، بعد این پایینم اون ویدیوش، هر جای دنیا که باشید دسترسی به اینترنت داشته باشید کار میکنه. اینی که الان میبینید مردم تیوی داره آقای ارشاد رو پخش میکنه، چون اون ساعت 4 خود به خود میره اونجا. در صورت یکم یاد بگیرید، اگر چیزه how to add مثلا website to my home screen، مال آیفون رو میدونم، مال اندروید رو نمیدونم، چون من هرگز تلفن اندروید استفاده نکردم. گوش کنید دوستان، آقای اکبری میگه این شیشه های آب وقتی که انقدرشو نخورده میندازین تو جنگل، شما میری فردا صبح که آفتاب میاد، آفتاب میزنه به این، پشتش میشه مثل عدسی، اون جنگل شروع میکنه به سوزوندن. خانم تینا صدقی گفتی ته سیگار و هزار رو یکی دیگه هیچ وقت. بله صبح جان، این صحبت شما سادگوییست، باید با هم مناظره زنده باشتو باشیم، در خدمتم آقای نیساری. حالا که شما میگی من از تون گله میکنم، چون دوستان در هفته های گذشته نوشتن که شما از آقای نیساری سوال میکنید، ایشون بدون توجه به پرسش شما گفته های خودشون رو دنبال میکنه. من بارها از شما پرسیدم نظرتون راجع به این آتش سوزی ها چیه، گفتم یا اینا تصادفاً آتش میگیره که هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره، میتونیم کمش کنیم ولی نمیتونیم از بین ببریمش دیگه، به قول خانم جیلانی از فرانسه و از آمریکا پیشرفته تر نیستیم، اینجا هر روز آتش سوزی هست هر جایش که میبینیم. یک، من سه حالت گفتم، یا خودش آتش میسوزه میشه طبیعیه که بعض وقتا میگن برای جنگلا لازمه، یا دولت میزنه که اونم بیان دربارش صحبت کنید که چه سودی دارن، میخوان چی میگن نظرها رو منحرف کنن، یا اینکه افرادی میزنن. خانم جیلانی بهترین تعریفو کرد، گفت افراد دیوانه هستن، اینجا یه عده هستن شوق آتش زدن دارن، خونه های همسایه هاشون آتش میزنن، خونه های مردم رو میسوزنن، عشق داره که با بنزین بزنه کبریت، بچه ها کبریت بازی رو دوست دارن. خانم جیلانی که دکتر جامعه شناسه میگه اینها دیوانه هستن،
یه حالت دیگهش میگه اگر کسی به دستور اپوزیسیون میره اون اپوزیسیون اصلا باطله. حالا شما خوشحال میشم بیاین صحبت کنید با هم نظرتون رو بگید، ولی اینجوری شما مینویسی. ببینید اولا من افتخار میکنم به سادگویی، و اگه برگردید هفته قبل برنامه رو نگاه کنید بهتون گفتم اون خانم اگر نمیخواست قلمبه سلمبه و توی زربرق صحبت کنه هیچ وقت همچین چیز اشتباهی رو نمیگفت، که گفت باعث خیلی تسلیته که چین رو فروختن، ایران رو فروختن به چین. حالا میبینیم اصلا نه مسئله فروشی بوده، این قرارداد یه قرارداد 5 ساله هست که باز اگه آخونده هم این کار کرده باشن خیلی کار خوبی انجام دادن، اقلا 5 سالش کردن که هر از 5 سالی یه نگاهی بهش بندازن، حالا یا این دولت یا دولت‌های بعدی اینا، چون الان دولت و حکومت و رهبری و اینا همه جزء تندروها هستن. اگر روحانی هم میخواد تظاهر کنه که تندرو نیست، برید سوابقش رو بخونید ببینید این چیه، این آفتاب بیاره خامنه ای و نمیدونم تو اون چیزای اتمی و اینها، این از تندرو هم تو تندرو تره. حالا اگه احمدی نژاد هم میاد به اینا میپره و واق واق میکنه، میخواد دوباره پس فردا بیاد رئیس جمهور بشه. ولی راه و رسم صحبت کردن اینه که شما یه چیزی رو بگید، من درباره اون چیز صحبت کنم، من یه چیزی رو بپرسم، شما درباره اون صحبت کنید. الان اینجا یک جمله شما بنویسید خیلی ساده، اگر یک اپوزیسیونی به فرد هوادار و طرفدارش در ایران بگه برو جنگل آتیش بزن، من نگفتم آخوند، نگفتم مال آخوند، برو جنگل، برو دشت ارژن آتیش بزن دیگه کنگرماز نخوره نیساری، نظر شما درباره این اپوزیسیون و اون شخصی که رفته جنگل دشت ارژن و دشت ارژن ارژن رو آتیش زده چیه؟ که خیلی ساده است کاکو جون سوربی، منم وقتی میگم منم همه متوجه میشن منم، بله این جوکشو بارها گفتم، بله گرامیان، آتش گرفتن جنگل سرمایه ملی یک چیز است، خاموش نکردن آن، نیرو نفرستادن برای کنترل آن را چه بگویم. آفرین، این درست میگی، شما نشون بدید این حکومت کجا تلاش برای خاموش کردن آتش گرفتن جنگ. آره اونو بیان شما بگید، اونو بیان مطرح کنید که چرا آقا همین جام هست که تو آمریکا میگه آقا این بابا که افتاده دم فایر دیپارتمنت چرا نیم ساعت طول کشته تا اومده. اون درسته، ولی اگه بگیم اینو فایر دیپارتمنت کشته، اون میگن آقا این سوربی دیوونه است. ما داریم اینو میگیم، شما یه مثال بزنید بگید فلان جنگل که آتش گرفته این رو میتونستن در نیم ساعت خاموش کنن، دو تا آتش نشان اونجا بگن آقا جلو ما رو گرفتن نگذارن بریم، که میکنن این کارو. بعضی وقتا دولت ها برای که مردم رو سر کار بذارن، نظرشون رو منحرف کنن، این کارا رو میکنن. من نمیفهمم این دوستان چرا سر چیزایی هم که با هم توافق داریم میخوان کلکل کنن، واقعا نمیفهمم. آقا از این که یه جنگلی اگه آتیش میگیره، من که آتش نشان نیستم، بلد نیستم که ببینم آقا این جنگل در یه مایلیش آتش نشانی بوده، آقا اینجا ماشین میاد آب نداره، بعد ایراد میگیرن میگن آقا چرا ماشین آتش نشانی، من معلوم میشه یکشون برده آب استخر خونه یه نفر رو پر کرده $300 هم پول گرفته. اون چه فرقی یعنی اون فرق میکنه با این، این کجا و آن کجا؟ شما نوشتتون الان اینجا ثابته، میگید مردم چیزای آخوندها چیزای مردم رو دزدیدن، مردم برن آتیش بزنن. میگن آقا این اینجوری نیست، باید همون ساده بنویسید چه چیزی رو برن آتیش بزنن. شما خودتون اینجا از مردم میخواین بیان فلان جا، شما خودتون می‌نویسین که سر این قرارا آمدن فلان اینا شناسایی کردنه، برای که با احساسات فوری زود تصمیم میگیرین، تصمیمتون رو اجرا میکنین، بعدم نمیان بگین ملت ما اشتباه کردیم، ما تو اون اطلاعیه‌ای که دادیم اشتباه کردیم. فردا قرار یه عده‌ای شنبه دور دنیا جمع بشن، آقا راه افتاده تو ژاپن، پلیس هم اومده قشنگ رفتن جلو سفارت چین. من میگم آخه شما میرید جلو سفارت چین میگی چی؟ میگی آقایی که مثلا توی ژاپن حقوقت اینقدر ین ژاپنیه، چرا دولت تو قرارداد نوشته با دولت من؟ طرف میگه What are you talking about؟ کدوم قرارداد؟
ما روزانه هزاران قرارداد با این عمومی نیستیم. بعد من چه کاره ازم؟ من کارمندم، شما میخوای بیا ویزا بگیری، میگم این کاغذت برو اونجا وایس. دوست عزیز، سوراخ دعا رو گم کردیم. من که نه، من که فعال سیاسی نیستم، بلد نیستم. آقا من سیاسی نیستم، بلد نیستم. حکومت ننگین شاه به ما درس سیاست نداشت، نداد. یک کتابی درست کردن، مجانی هم کتاب رو میدادن، کتاب انقلاب سفید. مردک دیوانه برای خودش انقلاب را انداخته بود. آخه کسی بر علیه حکومت خودش انقلاب میکنه؟ کسی در دوره حاکم بودنش انقلاب میکنه؟ رفراندوم بذاری، بله، انقلاب سفید، که سفیدیش هم دیدی چه گندی بالا زد. من با افتخار میگم بلد نیستم. آقا رشته الکترونیک، دو داداش من الکترونیک، یک اصلا خدای الکترونیک درس میده، من الکترونیک بلد نیستم. برق، برقی که من خوندم مال 50 سال پیشه، برقی هم که درس دادم مال 45 سال پیشه، برقی که امروز درس میدم. خود من اگر یه لامپ میخرم باید یا از پسرم یا از دامادم سوال کنم این راستی نوشته اینجا یعنی فلیکی، یعنی چی، چرا اینجوری میشه؟ بعد میگه آقا این برای دیمر نبود و تو رفتی برای دیمر گذاشتی. چه اشکالی داره بگم من بلد نیستم؟ شما کارتون ساختمونه، مهندسی برق، مهندسی، خب بگید اون قصر انجام میدم. آقا شما اگه به من بگید بیا فردا یه هلیکوپتری گذاشتم ببر، میگم خیلی هم ممنون میشم منو با این بپرونید، ولی من خلبانیشو بلد نیستم. اگه میخوای یه پولی بده اینجا زرتی میری کلاس 6 ساعته میشه خلبان. بیاین بگیم نمیدونم. یه کاری که میخوایم انجام بدیم، آقای نیساری من اینجا اینو نوشتم، به نظر شما من بنویسم به جای بگم جناب نیساری بگم پاشنه نیساری بهتر نیست؟ که مردم برن بگن سربی دیوونه شده نوشته پاشنه، بعد بفهمن جناب یعنی پاشنه. بعد شما میگین آقا این چه مسخره بازیه، بنویس همون جناب نیساری. با دیگران مشورت کنی. شما الان یه چیزی من میبینم تو صفحتون به نام آپتینیسم. خب الان کلمه آپتین هر معنی داره. ما اینقدر ایزم کم داریم تو دنیا که حالا بیان آپتینیسم بشیم. آقای آپتینی که برای 50-60 دلار وهمی داره میگه سربی مامور جمهوری اسلامیه، آخه خجالت داره. شما اگه اینقدر با من دوستی باید به آپتین بگی آقا خجالت بکش مردک با این سیبیلت. بی خود نبود سیبیلشو تراشیده بود این آقای بابک رهبر، بابک عربی براش ماتیک سرخاب گذاشته بود. خب این چگونه میشه به همچین کسی اطمینان کرد؟ فردا شما از گل نازکتر به این بگیم شما را میگه مامور جمهوری اسلامی، کسی که خودش تو دست پای اینا بوده. و شما برای اون عضو درست میکنی، عضوش موجه میکنی، بله نماینده فلانجا بوده اتقا. اصلا چرا تو این رژیم نماینده بشه؟ مگه نماینده همشون ولی فقیه رو قبول نمیکنن؟ مگه نماینده از 10 جا نمیگذرن اوکی بشن، فیلتر بشن تو برن یه جایی؟ پول، برای که خودش به من گفت چه معاملاتی انجام میداده، چه پولایی زیر رو میکرده و بعدم چجوری الان اومده تو آلمان برای خودش خوش میگرده، هست سیبیلشو میچرخونه. ممنونم، متشکرم. رضا پالانی آن روی سکه، بله سوربی آتش زدن چه مسئله ای را حل کرده مگر ایجاد ترور؟ باز این بر میگرده به اینکه چی میگفت از طرفداران رضا هستیم. آقای جیمی مهر یه مقدار بیشتر توضیح بده. بله میگه من توی یوتیوب دیدم که یه نفر میگفت طرفداران ما این کار رو کردن. تو خود آمریکا هم با هم آقای خانم صدقی میگه که تو خود آمریکا با این همه تشکیلات یک وقتهایی نمیتوانن خاموش کنن، چه رسد به ایران. کاملا شما درست میگی، ولی ببینید همون کالیفرنیایی که آتش سوزی شد، اون شهری که فکر کنم پارادایس اسمش بود، اسم شهر بهشت بود، برید ببینید چی مونده. عکسای گوگل رو نگاه کنید، ببینید از اون بالا نگاه کنید، این آمریکاست. آمریکا شما سر هر خیابونی میری یه فایر دیپارتمانه. وقتی من میخوام بیمه بخرم میگه که فاصلت با فایر هایدرنت، با شیر آتش نشانی چقدره؟ اینجوری میکنم میگم 90 یارد. 90 یارد یعنی 80 متر. گله به گله از این چیزای فایر هایدرنت هست که مسخره میکنن، میگن اینا رو ساختن که سگا پاش جیش کنن. همین آمریکا آتش سوزیش، برید ببینید چی کار میکنه. ببینید تا شما انصاف رو رعایت نکنید به هیچ جایی نمیرسید. تا جایی که بخوایم دروغ بگیم
دروغ رو میگین 10 نفر رو میاریم، فردا اون 10 نفر میفهمن ما دروغگو هستیم، میگه چه تفاوتی بین این با خمینیه؟ خمینی چرا ذلیل تاریخ شد؟ برای که دروغ گفت. بعدم گفت ما خدعه کردیم. توی برنامه یادم رفته بود دوستانم هم می‌نوشتن تقیه. خمینی نگفت ما تقیه کردیم، گفت ما خدعه کردیم. خدعه یعنی کلک زدن. و میگه ما تو جنگیم با اینا، خدعه کردیم. این برمیگرده به اون صحبتایی که اون دوستمون میگفت همه چیز رو که نمیشه گفت. بعضی وقتا کار دولت‌ها اینه که مردم رو کام نگه دارن. اگه تو همین آمریکا 4 هفته پیش گفته بودن که یه شرکتی آمده و داره پولای مردم رو میدوزه، دیروز پریروز صداش در آوردن، میگن ما 4 هفته میدونستیم ولی نمیتونستیم بگیم، چون اگر میگفتیم قوغا میشد. همین مریلند، مریلند که یکی از بهترین گاورنرهای ریپابلیک یا جمهوری خواهی داره، که ای کاش این برای رئیس جمهوری به اصطلاح نامزد کرده بود خودش رو. کسی که با دانش، با فهم، با شعور میاد صحبت میکنه. اونو ما باید قبول کنیم که دولت بعضی وقتا نمیتونه همه چیز رو به مردم بگه. آقا یه تلویزیون فسقلی میاد میگه ما برخلاف تلویزیون های دیگه میخواییم از فردا صبح به شما همه چی رو نشون بدیم. این آقای امیدوار با اون شاهرخ خواننده آمدن آقا هفته اول نشون دادن حسن علی 1200 دلار داده، حسین علی 100 دلار داده، اون 50 دلار داره، هفته دوم دیگه چیز نشون ندادن. این شفافیت همه جا کار نمیکنه. شما خودت اگر از کار بیرونت کرده باشن، خونه که میری 2-3 روز به خانمت نمیگی، به بچه ها نمیگی، میگی بذار ببینم چه خاکی بر سرم کنم. چرا؟ چون یک بحرانی که فکرش نمیکردی. یه دفعه یه آخوندی توی تلویزیون میگفت که ما کمبود گندم پیدا کردیم و نشستیم در جلسه و شورای فلان فکر کردیم چی بگیم به مردم، بگیم که نون کمتر بخورین. گفت اگه اینو گفتی آقا ملت همه میرن نون میخرن، میندازن رو سیم رخشوی، بند رخشوی خشک میکنن، آرد میخرن، فلان میخرن. همین تو آمریکا کاسکو برنج تموم کرده بود، دستمال کاغذ تو طرف میگه آقا اگر فکر میکنین خوراک گیرتون نمیاد، گرسنه نمیمونید، آدم گرسنه که اینقدر هی نمیره توالت به سر خودش برینه، پس دستمال توالت برای چی میخوان؟ میدونین مردم اینجوری هست، ذات مردم اینجوری هرس میزنن. حالا تو خونه هر کی نگاه کنی میبینی 6 تا گلی برنجه، دستمال کاغذی که اصلا دیگه طرف گوه آقا پس نمیگیرن. خیلی آچی ها رو تو آمریکا پس نمیگیرن اینا رو، که به خاطر همین کمبود مردم هرس زدن. میگه حالا که تو هرس زدی بس تو خونت بمونه تا اون گندمت حیوان جونورای کوچیک چیه اونا توش بیاد، دستمال کاغذی نمیدونم نم بکشه و الی آخر. تایمینگ صبحی رفتی و آقای نیساری روز جمعه است جوک میگه خیلی خوب، میگه خمینی تقیه نکرده بود، تنقیه کرده بود. اتفاقا تنقیه بعضی وقتا لازمه، سلامتی انسان رو برمیگردونه. کاکو شما که جای خودت داری، من گفتم ترامپ اسم جعلی خلیج فارس را گفت، به من گفتن مأمور وزارت اطلاعات هستی. میدونم آقا، میگم شما این بهمن بیگ دیوانه که داره مفت میخوره مفت میگرده به من نوشته آقا شما که، میگم آقا مردک شما خودتون از اون ور میگی این سوربی یه تلویزیون 4 نفره داره، چجوری این سوربی با 4 بینندهش که هیچ وقتم به بیننده من نگفتم برو نمیدونم زید کون سلطنت طلب آتیش روشن کن، نگفتم بزن تو سرش و سر نداره، چرا میترسید؟ شما که آقای دکتر فلانی، سرهنگ فلانی، دکتر حمزه پور دیوانه، دکتر نمیدونم حقای روانی اینا رو دارید، چرا از من از یک آدم تنها میترسید؟ برای که از خودتون هیچ ارزه و چیزی نشون ندادید تا حالا. در اصل دوستان عزیز ساعت 2:37 است، 2:38 با شما بودم، از یکایشتون ممنونم. لطف کنید این برنامه رو با دوستان دیگه شیر کنید و صدای استریوفونی که گفتم ایشون آقای خمرباف همچنین درباره موجر و مستأجر به من توضیح دادن. موجر میشه کسی که خونهشو اجاره میده یا ملکشو اجاره میده، یعنی همون صاحب خانه. مستأجر میشه کسی که میاد اجاره میکنه، میشه اجاره نشین.
براتون گفتم how to add website app to iPhone و فلان، و اینجا واقعا چیز دیگه ای ندارم. آها چند تا پیام هست، اجازه بدید من این پیام ها رو اگر برای خودم نباشه پخش کنم. دوستان بازم ازتون خواهش میکنم این شماره تلفن رو اینجا نگه میدارم، با این تلفن اگه خواستید تکس بفرستید. افکت 5 فکر کنم آمد. بله بله 202-695-2573 تکس میتونید بفرستید. و خیلی ممنونم آقای نیساری میگه شما با سادگویی. آقا چه چیزی بهتر از سادگویی؟ چه چیزی بهتر از لوری؟ لوری صحبت کن یعنی چی؟ یعنی ساده بگو تو من بفهمم. ممنونم، من این مدال افتخار رو میزنم اینجا که آقای نیساری به من گفت شما با سادگویی. خیلی ممنون. ما دقیقا میدونیم چه کار میکنیم. این صحبت ها دراز است و بدون گفتگو و مناظره زنده قابل حل نیست. آقا یه هفته دیگه برنامه میذاریم 2 ساعت با شما، ولی به شرطی که اگه من صحبت میکنم شما بنویسیش جواب اونو بدی تا بیننده ننویسه. آقا بیننده‌ای که دیدید شنیدید من از آقای نیساری سوال میکنم، ایشون جواب یه چیز دیگه میده یا اون جواب نمیده، بنویسید اینجا براشون رو صفحه خودشون، برید بذارید صفحه آقای نیساری هم بهتون نشون بدم. خیلی ساده است، همون فرزاد نیساری. خیلی خوشحالم که اسم ایشون جوری هست که حتی اگه بخوای اشتباه هم کنی نمیتونی. البته نی رو همون بذارید اینجا نشون بدم. بذارید ما 2 تا فیسبوک داریم، یه فیسبوکش با یه گوگل جدید با یه کروم جدیده، اون اطفار میرزه درست باز نمیشه، نمیدونم چرا. مثلا حتی وقتی میزنید mujahedin.org میره تو صفحه فرع پهلوی. خب بذارید من اینجا بنویسم آقای فرزاد نیساری. بله ایشونم نه اون نیساری رو هم ایشون درست نوشته، مثل NAY ننوشته، چون یکی از دوستان هست پیمان هست نوشته مثل پیمان. بله اونم مثل انگلیسی که به پیمنت میگیم اونجوری نوشته. دوستان عزیز این صفحه آقای فرزاد نیساریه، با ایشون در مورد همین سر بحث مشخص آتش زدن جنگل منابع ملی. الان ما میبینیم مثلا بله در زمان شاه هم گاز و شرکت گاز و نفت و اینها رو تعطیل کردن، اعتصاب کردن، کار پسندیده ای هم بود. حالا طرف میاد آقای مرتضی خواننده رو دیدم میگفت که آقا شما به اینا میگید آشوب، ولی اون موقعی که خودتون این کارا رو میکردید آشوب نبود. اونم درست میگه، اگه یک کاری رو اون موقع انجام دادن گفتن این آدمای آگاه و آزادی خواه این کارو میکنن، الان یه نفر دیگه این کارو میکنه بهش میگن آشوب، این غلطه. ولی اونا نگفتن پالایشگاه رو آتیش بزنید، به کارگرا پول دادن، به کارگرا وعده دادن که آقا تو تعطیل کن ما حقوق تو میدیم. به سربازی که تو هوا برد بود آمد اسلحه رو برداشت برد صابونات استهبانات، پول دادن وقتی رسید استهبانات با اسلحه، یه پول خیلی خوب دادن، بعدم یه حقوق بهش دادن که سوربی هم به خودش میگه آقا ما عجب خری بودم، اگه رفته بودم پول بیشتر میساختم تا این حقوق وظیفه حکومت شاه نادان که به خودش و افراد دیگه اونجوری حقوق میداد، ولی سربازی که پدر و مادرش ول کرده اومده اونجا مای 13000 در شد، مای 1000 تومن، مای 100 تومن و الی آخر. در صورت دوستان عزیز برنامه‌ی من همونجوری که دوستمون گفت خیلی ساده، سادگو و اصلا آدم ساده‌ای هستم و به سادگیم افتخار میکنم. روز اولی هم که اومدم آمریکا گفتم، روز اولی هم که اومدم تلویزیون 22 سال پیش 1998 من از 2000 اومدم تلویزیون 20 سال پیش قبلش رادیو بودم، گفتم که من خیلی چیزها رو متوجه نمیشم، میام از دیگران میپرسم اونا برام توضیح بدن و تو این راه هم به نظر خودم موفق بودم. امروز خیلی چیزا یاد گرفتم که قبلا نمیدونستم، کلاسی هم براشون نیست که برم. در هر صورت از یکایک که شما ممنون و متشکرم. این برنامه رو با دیگران رو شیر کنید، بریم دنباله برنامه رو پی بگیریم. و این هفته آقای سعیدی و اینها نداشتیم، فقط برنامه من هست، برنامه کانون آوا هست و برنامه آقای ارشاد. یکی دیگه از دلایلی که خوبه در برنامه تلویزیون مردم برنامه داشته باشید اینه که وقتی ما 3 تا برنامه داریم شما بیای 4 بشی، 4 تا برنامه در شبان روز دور میزنه، یعنی تعداد دفعاتی که مردم میتونن شما رو ببینن شانسش بالاست.
و دیدید دیگه 309,000 تا نمیدونم میان ویزیت میکنن میچرخن 12 بیش از اینا رو اینجاست دیگه، عددی که من نمیتونم دروغ اینجا بنویسم. 4998 تا نوشته فرند رو صفحه خودمه، بعد میام صفحه مردم تیوی فیسبوک مردم تیوی نوشته که اجازه بدین نوشته 13,000 تا فالوور، چون خیلی ها میزنن فالو میکنن ولی نمیخوان دوست باشن و این به نظر من فیسبوک خیلی اشکال داره، مثلا علامت اینجوری داره علامت اینجوری نداره، درسته که یوتیوب داره اون دیگران داره، علامت فرند داره علامت دشمن و انفرند و اینا نداره، اینها مشکله. 13,000 تا این و نوشته 194,827 ویدیو ویوز دیس ویک. این برای آقای سعیدی که آقای سعیدی میگه که خب تو برنامه که 5 نفر بیشتر نبودن، آقا تو نتونستی اون 5 تا رو نگه داری. اون همونجوری که میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، همونجوری که آقای نیساری منو تو این گرما نگه داشته من دارم حرف میزنم، اون مستمع منو سر ذوق آورده. از این برم میگن اون معلم اگه خوب صحبت کنه طفل گریزپارم به مدرسه میاره. ایداد بیداد، روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. فردا نیستم، یک شنبه دوستان برنامه فوق‌العاده‌ای داریم با دوستان از کانون آوا و دیگر سازمان‌هایی که از سازمان مجاهدین جدا شدن یا الان یک آزاده جدا شده هستن از سازمان، از ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا تا 2 بعد از ظهر. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.